عزیز سلام عرض می کنم خدمت شما، خیر مقدم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و قدردان اعتماد شما به این کلاس و به بنده هستم و امیدوارم که در این کلاس جدید ما بتوانیم واقعا سطح دانش رو هم در میان اعضای گروه هم در کل کشور سعی کنیم که افزایش بدیم. سعی ما این هست که مطالبی رو بیان کنیم که هم جنبه علمی داشته باشه ولی برگزیده مطالب علمی مطرح بشه، مطالبی که در نهایت به شما کمک کنه که در سرمایه گذاری ها موفق باشید. کلاس ما کلاس تحلیل فاندامنتال هست، همونجور که مستحضر هستید. در کلاس پیشرفته ما بیشتر به دنبال این هستیم که مدل سازی انجام بدیم، روی اکسل کار کنیم، روی داده کار کنیم، به دنبال این هستیم که اسکیلی که بچه ها دوستان به دست آوردن، مهارت هایی که به دست آوردن در گروه اول، برخی از دوستان بودن خیلی خوب واقعا توانستن محاسبات رو در کامپیوتر انجام بدهند، هرچند که هدف دوره اول این نبود که شما خیلی به محاسبات تاکید کنید، ولی خب من واقعا در روزهای آخر وقتی سوالات رو میدیدم در جلسه پیش که ما کلاس نداشتیم ولی پرسش و پاسخ داشتیم، واقعا من برای اولین بار شاید در این کشور به این نتیجه رسیدم که کلاسی که تشکیل دادم به اهدافی که داشته رسیده، پیام‌ها خدا رو شکر منتقل شده بود، خیلی خیلی واقعا مثبت بود. یعنی شاید خودتون ندونید، میگن که کوهنوردا وقتی که دارن کوهنوردی میکنن باید همیشه نمونهشون به پلگه باشه، ولی یک وقتهایی هم برگردن عقب هم ببینن، پشت شونه خودشون هم ببینن، ببینن که کجا بودن، به کجا رسیدن. در کلاس ما هم همینطور بوده. من معمولا در کلاس ها فسیلیتیتور هستم، یعنی البته اون کلاس ها کلاس حضوری هست، یعنی من محیطی به وجود میارم که حتی خودم می آموزم. تا حالا که اینطور بوده، من 16 بار در دانشگاه بولونگوم درس بانکینگ تیوری اند پرکتیس، یعنی کاربرد و نظریه بانکداری رو بنده تدریس کردم در مقطع فوق لیسانس. یه چیزی بین شاید مثلا 25% تا 50% کلاس افراد نخبه بانکی بودن و برخی هم که برخی از دانشجوها خوب جوانتر بودن، دانشجوهایی بودن که تازه مقطع لیسانس رو تموم کرده بودن وارد دوره فوق لیسانس بانکداری شده بودن. اما در اون کلاس ها همه خیلی آموختیم، خیلی سطح رضایت بالا بود. امیدوارم که این محیط رو بتوانم به امید خدا در سه یک ماه آینده ما بتوانیم با همدیگه به وجود بیاوریم. یعنی در گروه تلگرامی که تشکیل دادیم که من دیدم که خود دارش پاس فعال هم بودی، امیدم این هست که از این خیلی فعالتر باشید. دوست عزیزمون فرمودن که فایل مثلا شکلون، شرکت شکلون رو ایشون تحلیل کردن، فایل اکسل رو در گروه قرار دادن. ببینید شما وقتی فایل اکسل رو در گروه قرار میدید، یعنی معلومات خودتون رو در اختیار دیگران قرار دادید. ببخشید کلر پارس، بله کلر پارس رو گفتم. و شما معلومات خود، یعنی شرکت خودتون، کلر حسن آقای جلالی نمادش، معلومات خودتون رو در اختیار افراد دیگه قرار دادید و این ارزشمند هست. بالاخره من هم قدردان و دیگر دوستان باید قدردان این افرادی باشید که تحلیل های خودتون رو در اختیار شما قرار میدن، در اختیار شما دارن تمپلت قرار میدن، یه الگو قرار میدن، خیلی به نفع شما خواهد شد. سعی کنید که تشویق کنید که افراد بیشتری تحلیل های خودشون رو در گروه قرار بدن. چگونه شما میتوانید تشویق کنید؟ فیدبک بدید، مخصوصا بگردید دنبال اشکال رو پیدا کنید. اگر اشکال رو پیدا کنید خیلی کمک کردید به فرد. فیدبک وقتی خدای نکرده وارد سرمایه گذاری نشن دوستان که ضرر کنن و کم کم ملاحظه میفرمایید که کم کم ما به یک شرایطی خواهیم رسید که همه با هم دیگه در واقع داریم به هم کمک میکنیم که بازده سرمایه‌گذاریمون افزایش بدیم. ببینید اگر که هر کدوم از شما متخصص فقط مثلا 5% بازار بشوید، ما کل شرکت هایی که نقدینگی از نقدپذیری بالایی برخوردار هستند، کل این شرکت ها رو ما پوشش دادیم. بنابراین من توصیه‌ام این است که هر شخصی برای خودش 5 تا شرکت رو از روز اول در نظر بگیره. ما روی مطالب کلاس همینطور که جلو می‌رویم، روی مطالب کلاس شما سعی بفرمایید لطفاً همین مطالب رو کامل اجرا کنید. بر
روی اون پنج شرکت و در میان پنج شرکت هر شرکتی که برتر بود از نظر شما این شرکت رو بیارید در گروه مطرح کنید. حالا این پنج شرکت میتونه از یک صنعت باشه یا میتواند از صنعت‌های مختلف باشه. این دیگه با خودتون هست، ولی پنج شرکتی که به نحوی ممکنه شما علاقه داشته باشید رو سعی کنید که از همین جلسه اول انتخاب کنید برای خودتون و به تدریج سعی کنید که با این شرکت‌ها بیشتر و بیشتر و بیشتر آشنا بشید. چگونه ممکنه با شرکت آشنا شید؟ یکی از بهترین راه‌هایی که ممکن هست با شرکت شما آشنا بشید این هست که بازدید حضوری از شرکت داشته باشید. فعلا مقدور نیست. من تلاشم این هست که من شما عرض کردم که اگر بتوانم این جلسه جمعه ها رو تشکیل بدهم، یک گروه وی آی پی در واقع به وجود بیاوریم و در جمعه ها کیس استادی داشته باشیم، یک شرکت خاص رو بررسی کنیم و حتی نظر مثبت و منفی هم ندهیم، نقد کنیم، یعنی داده های شرکت رو نقد کنیم، تصمیم بماند با افرادی که در گروه شرکت می کنند. من بنا دارم که این کار رو به یاری خدا انجام بدهم و اگر اتفاق بیفته بنا دارم که شبکه این در واقع نتورکی از تحلیلگران مالی، تحلیلگران در واقع تحت عنوان ایکوتی ریسرچ یا ایکوتی ریسرچر در خارج از کشور شناخته میشه، تحلیلگران سهام رو یک شبکه از اینها تشکیل بدیم، به گروه وی آی پی هر هفته یک نفر یا دو نفر تحلیلگر رو اضافه کنیم و صحبت کنن، نظراتشون رو مطرح کنن در مورد شرکت خاص و مسئولانی از شرکت رو هم اضافه کنیم، مثلا سی اف او یا سی او شرکت، یعنی مدیر مالی یا مدیر عامل شرکت رو دعوت کنیم و اینها. حالا اگر این اتفاق بیفته شاید ما بتوانیم بازدیدهای حضوری هم داشته باشیم. بازدید حضوری خیلی کمک میکنه. بنابراین ابا نکنید از اینکه در بازدیدهای حضوری در واقع اگر موقعیتی دست میده برای شما، مخصوصا اون دوستانی که دانشجو هستن، اگر میتوانید به صورت فیزیکی حضور پیدا کنید یک بار در شرکت، خیلی خیلی ارزشمند هست، خیلی جلوتر خواهید رفت. این نکته اول. بزنید فهم من احساس کنم تصویر اینجا تاریک هست، ممکن میشه بهتر بشه. خب ما الان چیزو خاموش کردیم، تصویر بهتر شد، درسته؟ من الان در واقع این چراغ ما این همه هزینه کردیم این چراغ من عجیب بزنید کنم من چراغ برعکس کنم آدم. خب ما این وری میذاریم چراغ رو، الان تصویر بهتر شد دوستان؟ آره بسیار آلی. خب برای اولین بارم ما واقعا کلاس رو شروع کردیم، میبینیم که هم تصویر کیفیت خوب است، هم امیدوارم که صدا هم کیفیت مناسبی داشته باشه. خیلی وقتا اگر دوستان میبینن که صدا مشکل داره احتمال داره، احتمال بدهن که اشکال از گیرنده است نفرستنده. این رو هم دقیق بفهم. بسیار. ببینید من عرضم این بود که اولین منبعی که شما در اختیار دارید بروید و شرکت ها رو بشناسید، بروید از شرکت ها بازدید داشته باشید. شاید ما بتوانیم این سنت رو در بورس ایجاد کنیم که شرکت ها در واقع سهامداران رو دعوت کنند، حتی نه سهامداران خود شرکت بلکه فعالان بازار سرمایه رو دعوت کنند که از شرکت بازدید داشته باشند. البته در گذشته بود، اخیرا نمیبینم، ولی در گذشته خیلی زیاد این اتفاق میافتاد. خود شرکت اتوبوس فراهم میکرد، مثلا از روبروی سازمان بورس فعالان بازار رو میبرد به بازدید شرکت. به هر حال این که شما با شرکت ها آشنا بشید، با بزنس شرکت از نزدیک آشنا بشید خیلی مهمه. همون یک روز به اندازه شاید یک ماه مطالعه برای شما معلومات خواهد داشت. نکته دوم این که لطفاً تشریف ببرید اون پنج تا شرکتی که انتخاب بکنید وارد وبسایتش بشید. وارد وبسایت بشید، این خیلی باعث شما کمک می‌کنه که دید پیدا کنید. اخبار شرکت رو سعی کنید دنبال کنید برای مدت‌های طولانی. سعی کنید که اخبار شرکت رو دنبال کنید. حتی ممکنه در این پنج شرکت شما سرمایه گذاری نکنید، ولی سعی کنید لااقل متخصص پنج شرکت بشوید. به راحتی ممکنه به این قضیه دست پیدا کنید. حداقل پنج شرکت رو تخصص داشته باشید. حالا بالاخره روزی خواهد آمد که سرمایه گذاری در این شرکت ها منفعت خواهد داشت، ولی مسئله شک نکنید. من شرکتی بود که اصلا امیدی نداشتم هیچ وقت بیاد بالا،
ولی مثلا در چند سال اخیر مثلا بعد از 15 سال این شرکت به شدت رشد کرد. بنابراین دیروزود داره سوپوسوس نداره. به جای این که شناخت سطحی پیدا کنید، توصیه بنده این هست که شناخت عمیق پیدا کنید. در مورد بعضی از شرکت های خاص شناخت عمیق پیدا کنید. پس اولین محلی که شما میتونید اطلاعات کسب کنید بازدید حضوری هست، دومین محلی که میتونید اطلاعات کسب کنید وبسایت شرکت هست، سومین محلی که میتونید اطلاعات کسب کنید و آپ تو دیت باشید این هست که خبرهای شرکت رو دنبال کنید. یکی از روزنامه های مشهور کشور به من مراجعه کرده بودن، اینها طرحی داشتن که در واقع روزنامه بورسی به وجود بیارن. من خدمتشون عرض کردم که اصلا در ایران تولید خبر بورسی وجود نداره، یعنی اینطور نیست که مثلا روزنامه ها خودشون مثلا دارن خبر ایجاد کنن. حتی مثلا همین کانال رهاورد شما میبینید که خبرهای بورسی رو منتقل میکنه ولی خودش تولید محتوا و تولید خبر متاسفانه نمیکنه. در کشورهای دیگه اینطور نیست. در کشورهای دیگه مرتب شرکت ها کانفرنس هال دارن. در کانفرنس هال که حالا ممکنه حضوری باشه ولی خیلی وقتا هم در شبکه‌های مجازی هست، افراد صاحبداران سوال متعدد میپرسن، شرکت پاسخ میده. بعضی وقتا در کشور ما اتفاق میفته، مثلا فودادا مبارک چند وقت پیش یک کانفرنس هال داشته است. ولی اگر شما مطالبه گریتون افزایش پیدا کنید، قطعا این کانفرنس هال ها افزایش پیدا خواهد کرد و به شما کمک میکنه که تصمیم درستی در سرمایه گذاری بگیرید. خب علاوه بر خبرها، نکته دیگر این هست که به صورتهای مالی نگاه کنید و ما تلاشمون این بود که در دوره ابتدایی به شما بیاموزیم که چگونه ممکن هست صورتهای مالی رو تحلیل کنید و بررسی مناسبی روی صورتهای مالی داشته باشید. در این دوره ما سعی میکنیم که شامه شما رو تیز کنیم. در زمان نمیسیم کم هوم یا هوم شامه شما رو تیز کنیم، یعنی وقتی به صورت مالی نگاه میکنید ناگهان توجه شما جلب شود. کاری که ما جلسه پیش انجام دادیم، نمیدونم دوستان خاطرشون هست یا نه، چند نفر از دوستان حضور داشتن، ولی خب جلسه پیش به علاوه این که مشکلات خیلی زیادی پیش اومد، خیلی من راضی وقتی جلسه تموم شد، واقعا خیلی راضی بودم وقتی جلسه تموم شد، چون احساس کردم که این حالت دیالوگ و مکالمه و کلاس اینتراکشنی که من قبلا همیشه حضوری در خارج از کشور داشتم برای اولین بار در محیط مجازی در داخل کشور انجام شده و به نتیجه رسید. شما خاطرتون هست در جلسه گذشته ما شرکت دارویی ابوریحان یا دعور رو با هم مقایسه کردیم، چون کلاس رو تشکیل ندادیم سعی کردیم با پرسش پاسخ بدیم و ملاحظه فرمودید وقتی به اعداد نگاه کردیم، خب دیدیم که شرکت ابوریحان دو نفره دارایی ها در حال رشد است، آوری بسیار خوبی داره، و یک نکته ما مثلا متوجه شدیم که نکته خوبی نبود، البته اینها ویژگی های اکثر شرکت های دارویی در صنعت دارویی کشور هست. ما متوجه شدیم که مثلا نسبت همینطور با نگاهی که کردیم متوجه شدیم که نسبت وجوه نقد در شرکت ابوریحان خیلی پایین هست. خاطرتون هست دوستان؟ و بیشتر دقت کردیم چه متوجه شدیم؟ حالا اگر بریم روی صفحه دیسکاشن، دوستان اگر دوستان این جلسه قبل حضور داشتن، جلسه غیر رسمی کلاس در شرکت ابوریحان، ما چه دیدیم که خیلی حائز اهمیت بود و توجه ویژه باید به سمت اون داشتیم؟ در صفحه چپ من منتظر هستم که دوستان بنویسن، البته چون فونت ریز هست باید در این سخت هست بخونم از افتان بزرگش میکنم که احسن اسناد دریافتنی باید نقدینگی کم بود، اسناد دریافتنی در نقطه مقابل زیاد بود، نسبت آنی و نسبت جاری شرکت مشکلی نداشت، ولی همون در واقع مشکل داشت، یعنی اسناد دریافتنی وقتی بالا باشه این ممکنه که دوره وصول مطالبات کم بود، دوره وصول مطالبات افزایش پیدا کنه. دوره وصول مطالبات رو ما به روز می‌سنجیم، یعنی اینکه مثلا اسناد دریافتنی چند روز فروش شرکت رو شامل می شود، چند روز طول می کشد تا این اسناد دریافتنی باز گردد، شرکت تحویل بگیرد. در فرمودی به این صورت، خب این خیلی خیلی نکته مهمی است. همین مفاد ما هم جمع بشه، کل اصول تحلیل فاندامنتال رو، ROA که بالا باشه که خوب بود آقای شیخ بهایی، درسته؟
آقای شیخ باید ببینید ایرادگیر باشید، این نکات مثبت رو هم ببینید ها، اما ببینید تحلیل سهام، تحلیل سهام مثل به بچه این مثال رو عرض میکنم خدمتتون، مثل ازدواج میبینید. در ازدواج سعی کنید با فردی جدا بروید که از نظر شما ایرادی نداره. طرف فهمیدید حالا ممکن از نظر بقیه ایراد داشته باشه، از نظر شما ایرادی نداره. بگردید دنبال نکاتی که در ذهنتون مهم هست، بگردید دنبال ایرادها. البته نکات مثبت رو هم نکات مثبت رو هم ملاحظه بفرمایید. در سهام شما حالا یک نکته بسیار مهمی که قبلا هم خدمت شما عرض کرده بودم این بود که در سهام مطلق اصلا با افرادی که احساسی در مورد سهام و بازار سرمایه صحبت میکنن مطالبشون رو دوستا نخونید، مطالبشون رو دنبال نکنید. اگر کسی اومد گفت مثلا عشق من ویران خودرو، اصلا این فرد از نظر روانی توانای کافی برای حضور در بازار سرمایه رو متاسفانه ندارد. دقت بفرمایید. و عجیب اینجاست که انسان علاقه‌مند میشه. انسان علاقه‌مند میشه به شرکت. چرا؟ شما وقتی یک شرکت رو تحلیل میکنید زمان گذاشتید. این در واقع هزینه کردید. همین هزینه باعث میشه که اون شرکت کم کم احساس علاقه و علاقه به شرکت پیدا کنید و این اول انحراف است. باید بتوانید ابجکتیو شرکت ها رو بررسی کنید. ابجکتیو یعنی بر اساس شهود بیرونی بتوانید، یعنی بر اساس شواهد بتوانید شرکت رو تحلیل کنید. در مقابل بسیاری از افراد که در بازار سرمایه متضرر میشوند آسیب میبینند، هم آسیب مالی میبینند هم آسیب روحی روانی متاسفانه میبینند. اینا افرادی هستند که سابجکتیو شرکت رو بررسی میکنند. وقتی شرکت رو فروخته نظر منفی داره نسبت به شرکت، وقتی شرکتی رو خریداری میکنه نظر مثبت داره نسبت به شرکت. این روش تحلیل سهام نیست. باور بفرمایید اگر ما تمرین میتونستیم انجام بدیم که شما سابجکتیو به تحلیل سهام نپردازید، این مطلب بسیار مهمتر از هر مطلب دیگری بود که شما در این کلاس ها خواهید آموخت یا آموخته اید. یعنی به مهمتر از نسبت پک و پگی، مهمتر از نسبت‌های نقدینگی این هست که شما احساس روحی روانی نسبت به سهام خاص پیدا نکنید. حتی نسبت به کل بازار، نسبت به کلیت بازار یک وقتی خدای نکرده احساس علاقه یا تنفر پیدا نکنید. احساسات رو کنار بگذارید، بتوانید اوغلایی تصمیم بگیرید. این سهام ها اولا که آقای گراهام که خدمت شما عرض کردم، بازم در این دوره جدید هم نقل قولهایی از آقای گراهام، از آقای وارن بافت، از این بزرگان، واقعا هم بزرگ هستن این افراد، بزرگان سرمایه گذاری در دنیا، ما بازم نقل خواهیم کرد. فقط فرمان آقای گراهام میگه که بازار دیوانه مست زنگی هست، زنگی مست دیوانه و شما مراقب باشید که اصلا به بازار توجه نکنید. و اتفاقا آقای گراهام شاگردی داشته و همکاری داشته مثل آقای وارن بافت که حالا بزرگترین و مورد احترامترین سهامدار دنیا شده. چرا بزرگترین و مهمترین سهامدار دنیا شده، مشهورترین سهامدار دنیا شده؟ چون اصلا به نوسانات کوتاه مدت بازار نگاه نمیکنه. آقای وارن بافت حتی به شرایط اقتصاد کلان هم نگاه نمیکنه. البته توصیه من این نیست که به شرایط اقتصاد کلان توجه نکنید. من برداشتم این هست که اگر شما به حدی از ثروت رسیدید که توانستید اعضای هیئت مدیره در شرکت ها منصوب کنید، مثل آقای وارن بافت روی یعنی افق سرمایه گذاریتون خیلی بلند مدت باشه، یعنی بالای 5 سال باشه. اگر در اون شرایط شما در اون پولتون رو در شرکت پارک کنید، اون وقت هست که دارید با سهام به یک نحوی ازدواج میمونید تو سهام. خب وقتی نه پولتون در حدی نیست که شما بتوانید اعضای هیئت مدیره در شرکت ها منصوب کنید، به نظر من افق سرمایه گذاری میتواند کوتاهتر باشد. من خودم افق سرمایه گذاری یک چیزی حدود 3 تا 6 ماه هست، مثلا در عرض 6 ماه، البته زمانی که بازار در رو نقد هست. وقتی هم که بازار در رو بود هست یک چیزی افق سرمایه گذاری من یک چیزی در حد سال هست، اصلا 2 سال 3 سال 1 سال این هست اصول سرمایه گذاری. و خیلی توجه ویژه بنده دارم به
اقتصاد کلان، به تحلیل اقتصاد کلان، چون ممکنه که در اون دو سال صدمه ببینیم و ضربه ببینیم. بسیار خب، من اگر سوالی باشه شما بفرمایید، بنده میرم سراغ مطلبی دیگه. نقطه آقای شریفی نوشتن، من تشکر میکنم، آفرین به شما. من نقطه بسیار مهمی هست، ببینید نقدینگی نشان سلامت شرکت نیست، اتفاقا نقدینگی بالا حکایت از ضعف در مدیریت مالی داره به عبارتی، ولی کمبود نقدینگی فاجعه ما است. پس مواظب باشید در شرکت سرمایه‌گذاری نکنید که نمیتواند کش جنریت کنید. گفتن که استاد این که در سالهای قبل هم با همین روز سودآور بوده کم کم نمی کنه نزدیک. بله، این که بله، من این مطلب را عرض کردم دیگه، دقیقا آقای عزیزی پور هم صحبت آقای عزیزی پور در مورد دابور هست، در مورد دامی ابوریحان که ما جلسه پیش صحبت کردیم و عرض کردم که یک مقداری باید بله این مسئله منفی هست که مقدار سطح مطالبات خیلی بالاست و مقدار نقدینگی خیلی پایین هست، ولی این شرکت توانسته سالها به همین وضعیت ادامه بده، سودآوری خوبی داشته باشه و شرایط این بازار اینطور هست. با این حال وقتی که شما یک نقطه اینطوری می‌بینید، به نظر من باید سعی شود که با شرکت‌های دیگر در بازار حتما مقایسه بشه، پیر ریویو انالیسیس صورت بگیره. پیر ریویو یعنی چی دوستان؟ حالا من اینجا خدمتتون می‌نویسم. پیر ریویو یعنی چی؟ ما در این کسان داشتیم. می‌گفتم پیر ریویو. پیر ریویو انالیسیس. هم مجددن بزرگ بودن دوستان. این صفحه نوت بنده رو میبینید، این پی آی ویدیو رو میبینید، این رو نوشتم بسیار ما رو مثلا بند صفحه هم بکار میبریم بسیار آنست صدا ضعیف آقای پوراباسی، لطفا صدا رو کمی بلندتر بود. والا اجازه فرمایید اگر صدا دوستان من یک تلاش می کنم ولی فکر می کنم الان من یک مقدار صدا رو بردم بالا، بیش از منفی تر شد آیا زیبون اگر میشه کمی بلندتر بشه آیا بلندتر بشه بلندتر بشه بعضی منفی می دن بعضی مستقی می دن نه یکم پیش اوکه هوا داره. آره هوا پیدا میکنه وقتی که ما چیزی رو بالا میبریم. متاسفانه این اشکال عدوی هست. حالا به هر دلیلی. بهتر شد. بسیار خوب. بسیار خوب. آقای فیخا متاسفانه مشکل داره الان. صدا رو مشکل داره. از آقای کیفان مشکلی ندارم. صدا کیفیتش خوب نیست؟ آقای وحدتی احتمالاً سرعت اینترنت شما پایین هست. احتمالاً سرعت اینترنت شما پایین هست. من با این کامپیوتر دوستانی هم در گروه هستم که زحمت کشیدن کامپیوتر آیمت من رو خیلی ارتقا دادن. دوستان یک نکته هم من خدمت رو عرض کنم، فقط جهت عذرخواهی از شما به خاطر مشکلی که جلسه پیش بود. دوستان من سرمایه گذاری خیلی سنگین انجام دادم که ما از نظر تکنیکی مشکل نداشته باشیم. فقط جهت اطلاعاتون عرض میکنم، چون خیلی برای من سنگین بود که جلسه اول کلاس متاسفانه با مشکل صدا پیدا کردن نتونست. من یک کامپیوتر لپتاپ دارم، یک کامپیوتر آیمک دارم. سعی کردم هم از نظر سخت افزار هم از نظر نرم افزار اینها کاملا به روز باشن. در کامپیوتر در واقع آیمکی که الان در خدمت شما هستم، دوستان زحمت کشیدن در همین کلاس حضور دارن، همینجا ازشون تشکر میکنم. هم مقدار رم رو ارتقا دادن، هم هارد رو بهترین و جدیدترین هارد کلا عوض شد، بهترین
عادی که در بازار بود روی کامپیوتر نصب شد، کل نرم افزارها آپدیت شد. من دو تا اینترنت دارم، یک اینترنت برداری به خاطر کلاس دارم، در میانه کلاس پیشی در واقع ما آنتن نصب کردیم در روی پشت بام و بله هارد اس اس دی گرفتم، بله بله آنتن نصب کردیم در روی پشت بام و الان از طریق آنتن داریم صحبت میکنیم، ولی دو سری اینترنت دیگه هم تعبیه شده، اینترنت ایمنسل هم الان اینجا هست، البته اینترنت ایمنسل صورتش حتی بالاتر از این اینترنتی هست که من الان دارم با شما صحبت میکنم، از وقت صورت بالاتره، ولی اینترنتی که از طریق آنتن ما داریم الان کلاس رو اجرا میکنیم ریلایبل تر هست، این کلاس قطع نشده. همونطور که لازم فرمایید تا الان که الان داریم کلاس رو برگزار میکنیم مطلقا قطعی نداشتیم، خدا را شکر. این تلاش بوده که ما کردیم، فقط خواستم خدمتتون عرض کنم که حالا اگر جلسه پیش هنوز هم نتونستیم مشکل لپتاپ رو متاسفانه حل کنیم، اتفاقی افتاده که واقعا هیچ هنوز من نتونستم واقعا راهکاری براش پیدا کنم. حالا اگر که کسی هست میتونه کمک کنه، آشنایی داره که چرا ممکنه که میکروفون کلا از کار بیفته در لپتاپ، ممنون میشم که بعدا به من اطلاع بدید. فقط این بود که خدمتتون عرض کردم تلاش واقعا تلاش شده. در حال این ادبی هم که ما الان محیط ادبی هم که داریم استفاده میکنیم، هزینه محیط ادبی به مراتب بالاتر از شرکت های در واقع رقیب، پس همه اینها تلاش این هست انشالله مطالب خوبی خدمت را ارائه بده. حدود 520 تا اسلاید کلاس 1 و 2 آماده شده، خدا را شکر اسلاید ها تقریبا تموم شد، 10 تا اسلاید میتونم ترجمه کنم و البته ممکنه باز هم مطالب اضافه، امید دارم که اتفاق بیفته. ولی الان این کلاس من، این کلاس که ما داریم با هم دیگه الان کار میکنیم، اگر اسلاید داشته باشیم سعی میکنیم خیلی سریع بگذاریم. الان این امروز هم اگر من فرصت کنم روی اسلاید ها شما ببینید که خیلی سریع میخوام مثلا اسلاید های چند جلسه آخر کلاس گذشته رو با هم دیگه مرور کنیم اگر فرصتی بشه. اما از این به بعد دیگه روی اسلاید خیلی ما تمرکز پیدا نمیکنیم، سریعتر روی اسلاید جلو میریم، ولی برعکس سعی میکنیم با همدیگه بیاموزیم، نرم افزار رهاورد نوین رو با همدیگه جلو ببریم. دوستان عزیز، آیا کد فعالسازی نرم افزار رهاورد نوین رو شما دریافت کردید یا نه؟ من همینجا خدمت دوستانی که این کلاس رو به صورت آفلاین، بله آقای شریفی در چیز گذاشتید دیگه، آیا اجازه میفرمایید؟ الان آقای الفایی هم، آقای شریفی، آقای الفایی گفتن خیر، آقای بابازاده گفتن خیر. دوستان در گروه تلگرامی ما حضور دارید؟ آن معنی رایا گفتن خیلی. در گروه تلگرامی که گذاشتن دیگه، بله در گروه تلگرامی لطفاً چک بفرمایید، اونجا برای هر شماره تلفنی شماره تلفن خودتون رو کنترل F بزنید، شماره تلفن خودتون رو وارد کنید، شماره تلفن خودتون رو که پیدا کردید رو بودید، کد فعالسازی رهاورد نوین هست. البته برای فعالسازی رهاورد نوین تا اونجایی که خاطرم هست، شما اول باید یک اکانت در وبسایت رهاورد ایجاد بکنید، بعد از رهاورد نوین به مدت یک ماه میتوانید استفاده کنید. من برنامه‌ای که برای این دوره دارم این هست که احتمالاً مهمان هم خواهیم داشت. یکی از مهمانانی که بنا دارم دعوت کنم جناب آقای مهندس رجبی، مدیر عامل و بنیانگذار شرکت رهاورد نوین هست. این بالاخره تجربیاتشون رو ایشون با ما در بگذارن، حالا شاید ما در نهایت به این برسیم که از نرم افزار دیگری استفاده کنیم. هرچند من تا الان هرچه بررسی کردم به این رسیدم که بهترین نرم افزاری که شما می توانید استفاده کنید علارغم ضعفایی که وجود داره، بهترین نرم افزار نرم افزار رهاورد نوین هست. یک مقداری گران قیمت هست، ولی من مطمئنم اگر شما تحلیل فاندامنتال جدی داشته باشید در عرض یکی دو ماه وجود داره، حتی اگر مبلغ سرمایه‌گذاریتون اندک باشه، حالا البته نه کمتر از 50 میلیون، اگر از 50 میلیون بالاتر شما الان دارید سرمایه‌گذاری دارید در بازار سرمایه، خریداری نرم افزار رهاورد نوین، حالا اگر در کوتاه مدت هم برای شما بازی نداشته باشه، در دراز مدت قطعاً آشنایی با دیتا خیلی به شما کمک خواهد کرد. آقای جلالی الان در کلاس خودم حضور دارن، از وقتا من میبینم ایشون صحبت میکنه خیلی لذت میبرم. میدونی چرا؟ که ایشون آشنایی داره با دیتا، با شرکت ها آشنایی داره. ایشون مثل شناگری میمونه که تو آب خیس شده، بعدش نمیاد خیس بشه،
شناگر تا وقتی که بعدش بیاد خیس بشه که اینا یاد نمیگیره. وقتی که لذت میبره از اینکه در آب باشه اون وقت بس که شناگر یاد میگیره. دوستان عزیز، در بازار سرمایه شما نمیتوانید موفق بشید مگر اینکه تشنه باشید، اگر اینکه هر روز اصلا نتونید بدون دنبال کردن اخبار، بدون تحلیل داده ها نتوانید ادامه بدید، نتونید شب بخوابید، بگید ای بابا من الان 2 ساعت این شب رو نرفتم دیتا رو چک کنم، نرفتم مثلا سایت کودار رو چک کنم، رهاورد نوین رو چک کنم. هر زمانی به اونجا رسیدید شما در بازار خیس شدید، در بازار شنا کردن رو شروع کردید به آموختن و دیر و زود داره سوخت و سوز نداره که محقق خواهید شد در بازار و نرخ‌های بازده خیلی خوب کسب خواهید کرد. حالا این دسته این به خود شما داره. ببینید من خود من خب 2 علاقه دیگر به جز بازار سرمایه دارم. یکی مسئله سیاست گذاری اقتصادی کشور هست که وظیفه خودم میتونم تا اونجایی که امکان داره ما تغییر در سیاست گذاری اقتصادی کشور رو وجود بده. یکی هم مسائل علمی است که من علاقه دارم. خب من بعضی وقتا تحلیل بازار سرمایه، اون بازدهی بالاتری که میتونم در بازار سرمایه داشته باشم ممکنه فدا کنم که یک مقاله علمی به عنوان مثال بخونم، یا یک جایی مثلا من فردا سخنرانی دارم در مجمع تشخیص، خب همینه دیگه، من دارم میگم اونجا در مورد سیاست‌های ارزی صحبت کنم. باور بفرمایید، باور بفرمایید، برای من و شمایی که فعال بازار سرمایه هستید، در بازار سرمایه حضور داریم، قطعا اینجور فعالیت‌ها به ضرر مالی خواهد بود. ولی خب انتخاب فرد هست، خودتون انتخاب کنید که چه مقدار زمان در روز میخواید اختصاص بدید به بازار سرمایه. بسیار. حالا اگر اجازه بفرمایید برنامه بعدی من این هست که صفحه رو با شما شیر کنم و ما بریم، حالا ما برای اولین بار روی مک داریم اینو آزمایش میکنیم، امیدوارم که سربلند بیرون بیاد. ما بریم روی صفحه در واقع یک ویژوال ماشین، دوستان عزیز در روی کامپیوتر آینه کردن که نصب کردن، که در ویژوال ماشین ما میتونیم نرم افزار ویندوز رو ایجاد کنیم، در اون نرم افزار ویندوز نرم افزار رهاورد لوگین رو ما ثبت کردیم، در واقع نصب کردیم، آپدیت هم کردم، بررسی هم کردیم. تا الان که جواب داده، فقط امیدوارم که در وقتی ما شیر میکنیم مشکلی پیش نیاد. خب حالا اجازه بفرمایید من این صفحه رو فعلا متوقف کنم، برویم سراغ نرم افزار رهاورد نوین با هم دیگه. خب من دوستان، من میرم روی نرم افزار رهاورد نوین، بعد برمیگردم خدمت شما، پیام ها رو ببینم که آیا شما میتوانید به خوبی صفحه نرم افزار رو مشاهده کنید. بسیم من میرم روی صفحه رهاورد نوین. دوستان من الان روی صفحه نرم افزار رهاورد نوین هستم، چون پیغام شما رو نمیتونم ببینم مجددا برمیگردم و از شما میپرسم که آیا مشکلی داشتید در دیدن صفحه رهاورد نوین؟ خب مشکل نبود، بسیار عالی، برمیگردیم. خب خدا رو شکر که الان راحت شد. یکی از دوستان لطفا دست رو بیارید بالا، کسی که میکروفون داره، میکروفون خوب هم داره، با کیفیت میتونه صحبت کنه، لطفا دست رو بالا بیارید و خونتون منزلتون خیلی ساکت هست. اگر یکی از دوستان هست لطفا دست رو بالا بیارید و به من کمک کنید که اگر مشکلی در وسط در میانه کار پیش اومد شما لطفا با وایس سلام بفرمایید، چون من دیگه پیغام شما رو نمیبینم وقتی میرم رو صفحه رهاورد. آقای جلالی، آقای جلالی، متشکر از شما، از شما میکروفونتون فعال هست. آقای جلالی، من برمیگردم الان دیگه صفحه رو شیر میکنم. اگر الان کیفیت صدای من خوب نیست، کیفیت صدای شما که خوبه. بله متشکرم آقای جلالی. بله خوب آقای جلالی، خوب متشکرم از شما. خب دوستان عزیز، این نرم افزار
شرکت راهآورد نوین هست که ما با هم دیگه میخوایم بررسی کنیم و تا آخر دوره این همین نرم افزار ما متمرکز خواهیم شد به یاری خدا. خب من میام صفحه اول نرم افزار رو اول میارم خدمت رو نشون میدم. وقتی شما نرم افزار رو بالا میارید این صفحه در اختیار شما قرار میگیره به یک شرط، به شرطی که این نرم افزاری که شما صفحه رو بالا آوردید این هم نرم افزار آپدیت شده باشه و هم دیتای نرم افزار آپدیت شده باشه. ببینید حالا من یه چیزی خدمت رو الان نشون میدم. اگر که این صفحه اول هست و این تبهای بالا وقتی نرم افزار رو باز میکنید اینها هم اینها رو شما خواهید در ابتدای ما از همین ابتدا شروع میکنیم با هم دیگه جلو میریم. البته آقای مهندس رجبی هم در روزی که تشریف بیارن که این کار هم مثلا در احتمال داره مثلا روز چهارشنبه یا روز شنبه هفته بعد باشه، هم به سوالات شما در زمینه شرکت رهاور برنامه های آینده پیشنهادات انتقادات شما پاسخ خواهند داد، هم یک مقدار همین نرم افزار رهاور خود ایشون کار میکنند و به شما پیشنهادهایی دارن که چگونه میتوانید از این نرم افزار استفاده کنید برای تحقیق. اما وقتی که شما نرم افزار رو نصب کردید برای اولین بار دقت کنید، باید برید رو گزینه بروزرسانی. لازم فرمایید الان من گزینه بروزرسانی دارم. ملاحظه فرمایید که چون من آپدیت کرده بودم قبلا، الان نشون میده که ببینید دو تا دو نوع بروزرسانی داره. یکی این که نرم افزار رهاورد نوین کلا بروزرسانی بشود که شده است. این ببینید نوشته بروزرسانی نرم افزار هیچ بروزرسانی جدیدی برای دریافت وجود نداره. یعنی الان این بروزرسانی شده است. ولی وقتی که بار اول من نصب کردم، هر روز نصب کردم، خب بروزرسانی خیلی طول کشید. حتما سعی کنید که اینترنت یعنی حجم کافی اینترنت داشته باشید. به روز رسانی حدود 900 خورده، حدود 1 گیگابایت دیتا منتقل شده به کامپیوتر بنده. حواستون باشه ممکنه که دیتا ها بالاتر هم باشه، چون دیتای دقیقه به دقیقه و به ساعت شما میتونید که در واقع تحلیل تکنیکال روی قیمت ها انجام بدید. این حجم دیتا رو بالا میبرید. اگر تحلیل هاتون تحلیل های خیلی آن تایم نیست، یعنی خیلی این بازه های زمانی کوتاه رو احتیاج ندارید، مثل من از آقای مهندس رجبی خواستم اون قسمت دیتا رو که خیلی دیتا های حجم بالا و دیتای ریز دقیقه‌ای و ساعتی معاملات هست، من عرض کردم اون رو لازم ندارم. برای من روزانه هم که شما دیتا بدید در بنده کافی است. بنابراین این شده که به روزرسانی داده ها که انجام میشه خب برای من یک مقدار سریع تر صورت میگیره. خب بلازم این فرمایید هم نرم افزار ما الان به روزرسانی شده و هم داده های ما به روزرسانی شده. البته شما میتوانید یک نسخه پشتیبان هم داشته باشید که برای خودتون نگه دارید، اگر خدای نکرده زمان مشکلی پیش اومد از این نسخه پشتیبان بتوانید استفاده کنید. یه درباره که بریم شرکت رهاورد نوین ببینید، رهاورد نوین اسم محصولی از شرکت مبنا است. مبنا آدرس وبسایتش رو هم لازم می‌فرمایید، شماره تلفن هست اگر خواستید تماس بگیرید و ساپورت پاسخ می‌دهند. تعدادی افراد هستن، من اونجا بودم، شاید حدود 30 نفر کارمند حداقل داشتن کار می‌کردن. بسیاری از این افراد در واقع پاسخگوی تلفن‌ها بودن، پاسخگوی مشکلاتی بودن که این نوسان ممکنه باش مواجه باشه. در صفحه اول مناظر می‌فرمایید بیشترین نوسانات رو اومده ذکر کرده، یعنی 5 شرکت که بالاترین مثلا رشد قیمتی رو داشتن با 5 رشد قیمتی رو داشتن با بیشترین موضوع رو داشتن اینجا اومده نشون داده. حالا چقدر این الان به روز هست من ببینم، چون که این 361-21 نباید باشه. حالا علیه حال اینجا باید بیشتر نوسانات رو بالاخره نشون بده. مسئله دیگه شاخص بورس هست. ببینید اینجا اطلاعات خیلی پایه، خیلی ابتدایی هست، ما نمیتونیم زیاد بپردازیم. پیام ها رو اینجا قرار میدن و خب تعداد زیادی از افراد این پیام ها رو ملاحظه میکنن و بر اساس اینها تصمیم میگیرن برای سرمایه گذاری ها و موارد دیگر. مثلا کلاس آموزشی اینجا گذاشته بودن، من فکر می‌کنم برخی از دوستان هم از همینجا با کلاس ما آشنا شدن و ثبت نام کردن. نمادهای متوقف، تعدادی از نمادهای بورس
همواره متوقفه. یه خیلی مهمی که شما آشنا باشید با اون سهامی که الان مثلا شما خریداری کردید، آیا الان سهام متوقف شده یا نشده؟ معمولا به دلیل افشای اطلاعات هست یا به دلایل دیگر. خب سازمان بورس یه طولایی در توقف نمادها داره، یک افتخاری است برای سازمان بورس در دنیا کاملا معکوس این حرف. افتخار دنیا این هست که ما هرچه بیشتر توانستیم بازار رو باز نگه داریم، تعداد روزهایی که معاملات صورت میگیره بیشتر هست، تعداد ساعاتی که در روز معاملات صورت میگیره هرچه بیشتر باشه، تمام این یک قوتی برای بازار بورس هست. ولی ارزش‌های ما متاسفانه با ارزش‌های دنیا، یا خوشبختانه نه، ارزش‌های ما کاملا متفاوت است با آنچه که در دنیا می‌گذره. اما در مورد شاخص بورس منتظر بودم شاخص کل رو و شاخص‌های دیگر رو وقتی که شما در این پایین تغییر بدید نمودارش بالا میاد. ملازم می‌فرمایید که چقدر امروز وضعیت عجیب بوده، بازار بورس 6.34% رشد داشته که البته شما ممکنه که بفرمایید خوشبختانه، بنده از میکنم متاسفانه که شاخص اینقدر رشد بالا داره، چون هم در نهایت تبدیل به حباب خواهد شد، در نهایت به نظره اگر همینطور ادامه پیدا کنه خدای نکرده ریزش خواهیم داشت. خب بیشتر ارزش معاملات رو اینجا ملاحظه بفرمایید. ببینید اینها جلوی چشم شما قرار میگیره. تفاوت فردی که موفق هست و فردی که ناموفق هست مایندفولنس هست. مایندفولنس یعنی توجه شما یعنی در لحظه رو داشته باشید. یعنی الان که من دارم خدمت شما صحبت میکنم، شما به صحبت بنده توجه کنید، نرید توی مثلا داستانی که دیروز اتفاق افتاده یا مهمونی که پریروز رفتید یا مثلا سهام فلان سهامی که الان نگرانش هستید، اینها رو بذارید کنار، الان در کلاس باشید. وقتی به صفحه نرم افزار رقابت نوین رو شما باز میکنید، خب یکی هست که این بیشتری ارزش معاملات رو دقت میکنه، همیشه تو ذهنش هست که سهام های بزرگ، سهام هایی که بیشتر دارن معامله میشه الان در بازار چه سهام هایی هستن. یه ملاحظه میکنه مثلا بانک ملت، سیمان، تهران، خیلی عجیبه. چکاپا شرکت کوچکی است ولی حجم معاملات خیلی بالاست. زوب، شرکت زوبان اصفهان، شرکت صنایع شیمیایی ایران، بانک تجارت، صندوق واسطه‌گری مالی یکم، این همین صندوق واسطه‌گری اخیراً دولت فروخت و حفاری شمال و شرکت تولید نیروی برق و نوان بانک سامان. همونطور که ملاحظه فرمایید بجز اول و دوم یعنی بانک ملت و سیمان تهران، هر شرکت دیگر تقریبا در یک سطح دارن معامله انجام میشه. روشون حجم معاملات هم اخیرا خیلی افزایش پیدا کرده. اخبار رو هم اینجا میتونید دنبال کنید، البته اخبار شرکت ها رو مجزا هم میتوانید سرچ کنید و دنبال اخبار شرکت ها بروید. و یک مسئله مهم دیگر بینید، در ماه چهار یعنی در ماه تیر تعداد زیادی از شرکت ها در اون مجموعه عمومی و حتی فوق‌العاده دارن در اون جا شمازه میفرمایید. بنابراین که مجموعه عمومی و فوق‌العاده شرکت چه زمانی است هم خیلی مهم هست، باید دقت بشه. اطلاعی های شرکت آخرین اطلاعی های اینجا در واقع در این بخش در پایین صفحه سمت چپ شما ملاحظه می‌کنید که آمده از این صفحه اول شرکت رهاوند هست. دقت بفرمایید، سعی کنید که اطلاعات رو حداقل مثلا 5 موبایل بالا اومدن، دوستانی که با موبایل بالا اومدن بعداً لطف فرمایید که فیلم کلاس رو دانلود کنید و مشاهده بفرمایید که دقیق‌تر با نرم‌افزار آشنا بشید. خیلی خوب، من برمیگردم روی سوالات. اگر سوالی در مورد نرم‌افزار تا اینجا هست در خدمتتون هستم، اگر نه ادامه بدم. سوالی هست؟ اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه بفرمایید. مشکل کنم سریع تر این از زمانی سر در حالی سوالی رو کنم. خب هم شروع کنیم که اگر نمیدوشتید ما منتظر نمیدوشته شما بگیم آیه سوالتون. بسیار بریم سریع تر. خب دوستان عزیز، خب با صفحه اول یا با خانه در نام افزار ها برکنونیم تقریبا آشنا شده. البته میتونید پشتیبانی از شرکت را آورده میبینید دریافت کنید. راهنمایی استفاده هم اینجا داره که خیلی مفید هست در برخی موارد، ولی در صفحه اول
راهنمای استفاده چیز خاصی ندارند، ولی برای صفحات دیگه حالا اشاره خواهم کرد. حالا تنظیمات شما که تنظیمات رو تنظیم بدید، اما نکته ای که داره این است که اگر شما لازم بفرمایید، اگر شما گزارشی گرفته باشید از بازار، ببینید اینجا می توانید برید بالا سمت چپ، این خیلی مهمه دوستان، این علامت فلاپی دیسک رو که شما لازم بفرمایید علامت سیو هست، علامت سیو رو که بزنید این مهمه، دقت بفرمایید که شما می توانید به صورت فایل XML و CSV دیتا ها رو سیف کنید و در محیط اکسل از این دیتا ها استفاده کنید. حالا ما خود مثلا این کار انجام میدیم، فقط جهت این که دوستان ببینم چگونه کار میکنیم، فقط دانلود میزنیم، اسم این فایل رو میذاریم مثلا گذاریش این فارسی رو بسیم گذاریش اینکه حالا بعدا برمیگردیم که در واقع ملاحظه بفرمایید. خیلی خوب، حالا من میرم روی فولدر، دانلود که الان دانلود کرده بودم، گزارش یک رو انتخاب میکنم، دابل کلیک میکنم. خیلی خوب، الان باید در مقصر اکسل بالا بیاد که داره بالا میاد. ملاحظه بفرمایید، تشکر از آقای رحمتی که این نرمافزار رو برای ما اصلاح کردن. وای دوستان، این الان حالا به حال الان فعال نیست، پروداکتی میخواد، حتما الان فعال هست ولی بعد از چند مدت باید ما پروداکتی هم اضافه کنیم. ولی ملاحظه میفرمایید که همون دیتا هایی که اونجا داشتیم کاملا منتقل شده در فایل اکسل ما. ما الان میتونیم عملیات ریاضی روی این دیتا ها انجام بدیم، سورت کنیم، اعداد رو اضافه کنیم و بسیار بسیار مفید خواهد. و این الان ملاحظه که می‌فرمایید، صفحه دیگه الان ملاحظه می‌فرمایید، این چیزی نیست به جز صفحه اطلاعات امروز، یعنی ما یعنی کد محاسبات امروز که یک بار ما روش رو همین فایل اکسل می‌ریم جلو. ببینید اولین شرکتی که در این فایل اومده شرکت شفمن هست، بالایش نفت پارس هست، نوع نماد سهام هست، به جز سهام میتونه حق تقدم باشه. ملازم میفهمه برای داروسازی دکتر عبیدی الان حق تقدم هم معامله شده. حق تقدم یعنی که شرکت افزایش سرمایه داده، الان سهامداران پیشین شرکت میتونن از حق تقدم استفاده کنن، ارزش اسمی که 100 تومن هست رو واریز کنن و بعد از چند ماه صاحب سهام خواهند شد. این که در حق تقدم شرکت کنیم یا حق تقدم رو در بازار بفروشیم هنر واقعا سهامداران هست، از تجربه بیرون میاد. برخی اوقات افراد نه فقط در حق تقدم شرکت میکنن، بلکه اصولا حق تقدم خریداری میکنن، ولی در برخی موارد دیگر از حق تقدم احتراز میکنن. این چون مطلب مهمیه و ما دیگه بهش بر نمیگردیم. من برمیگردم روی صفحه چت و از دوستان این مسئله رو میپرسم. دوستان عزیز، اگر کسی هم خواهد بالا بیاد، لطفاً بالا بیاد. چه زمانی ما از حق تقدم استفاده بکنیم و چه زمانی از حق تقدم استفاده نکنیم؟ درسته، این مربوط به تعریف فاندامنتال نیست، ولی من دارم خدمت شما فقط فاندامنتال درس نمیدیم. کلیدان بازار سرمایه رو دارم تدریس میکنم خدمت کنم، سرمایه گذاری دارم تدریس میکنم خدمت کنم. خب، از دوستان یکی بیاد بالا، ببینم که اگه بعضی دوستان دارن می نویسن، خب ما نظرات که دوستان دارن می خونیم، ولی اگر از دوستان کسی خود صحبت کنه، دوستان بالا بیاد و صحبت هم بفرمایید. زمان فایده شرکت امیدوار باشید. خب ببینید، آقای باز رفتن سوال بنده این نبود. ببینید شما اگر با آینده یک شرکت امید داشته باشید، اصلا سهام خریداری نمی کنید. اما سوال اینجاست که چه زمانی حق تقدم دارد در سهام؟ آقای جلالی بفرمایید. از شرایط رونق به نفع ما هست که از حق تقدم استفاده نکنیم. آفای آقای قربان بود. آقای قربان بود چرا این مسئله رو فرمودید؟ آقای جلالی سپیکرفون شما باز هستید. آقای قربان بود چرا این مسئله رو شما مطرح کردید؟
چرا در شرایط رونق پیشنهاد بکنید که از فقط مردم استفاده نشدن؟ این پرافیت مارجین آقای زرگوار توضیح بده بیانم منظورتون چه؟ زمانی که فاصله حق تقدم با قیمت زیاد باشد، خب فاصله حق تقدم با قیمت زیاد باشه شما از حق تقدم استفاده میکنید یا نمیکنید؟ مطمئنا میکنید دیگه استاد درسته؟ بله بفرمایید آگهانی بله، شما من این مطلب عرض کنم، وقتی فاصله قیمت قابل توجه میشه حق تقدم با خود سهم و پیشبینی ما بر اینه که بازار صعودی خواهد بود پس از اینکه اون 2 ماهی که تقریبا از دست ما خارج خواهد شد حق تقدم ارزشمنده. و یه نکته تجربی هم عرض میکنم، اگر داخل سایت رهاور تشریف ببرید یه در حقیقت صفحه تعبیه کردم به اسم حق تقدم و اونجا میتونیم اختلاف سهم حق تقدم با خود سهم رو به صورت لایو ببینیم. حالا اگر تشریف ببرید من میگم کجاست. احسن بعدا ما میریم. پس دقیق فرمودید کاملا هر نقطه که آقای جلالی گفتن، هر دو نقطه نقطه که فرمودن نقطه خیلی خوبی بود. نقطه اول این بود که در واقع شما حتی میتونید دیتا، یعنی اطلاعات تجمعی تجمعی که خیلی ارزشمند است، در سایت رهاور پیدا کنید در زمینه حق تقدم و به صورت روزانه ببینید که فاصله بین حق تقدم و قیمت سهم چقدر است. و اگر فاصله بین حق تقدم و قیمت سهم خیلی بالا باشه، شاید به نفع شما باشه که به جای اینکه حق تقدم خریداری کنید سهم رو خریداری کنید. به کاملا نکاتی که فهمیدم درست بود ولی کامل نیستن، باید بیشتر بدانید در مورد اینکه چه زمانی از حق تقدم استفاده کنید و چه زمانی از در واقع سهم خود سهم رو خریداری کنید یا حق تقدم رو به فروش برسانید. آقای بهرامی بفرمایید. آقای بهرامی بفرمایید. استاد سلام، خسته نباشید، برام حالتون خوب باشه. یکی از نکاتی که توی حق تقدم در کشور ما وجود داره، مدت زمانی است که سهم توی پورتفوی قابل معامله میشه و این اصولا یک زمان پایداری نیست، چون الان خیلی از افزایش سرمایه ها هم باید بره سازمان خصوصی سازی و تایید بشه و بعد قابل معامله بشه. اینجا این زمانی رو که ما از دست میدیم وارد مبحثی به نام ارزش زمانی پول در بازار سعودی میشیم و این اون نکته بود که دوست ما هم بهش به خوبی اشاره کردن و ما تایم رو از دست میدیم و ارزش زمانی پول رو از دست میدیم در اصل. خیلی خوب، دعایی برحمان و در همین نکته مهم دوم سازمان خصوصی سازی تصمیم نمیگیره اینجا، وقتی حق تقدم فروش کرد یعنی سازمان بورس هم تایید کرده است. وقتی که حق تقدم به سهامداران فعلی شرکت اعطا می شود، سهامداران چیزی حدود مثلا 2 ماه فرصت دارن که اعلام کنن آیا در حق تقدم شرکت می کنن یا نمی کنن. اگر حق تقدم از محل در واقع سود انباشته باشه که اصلا احتیاج نیست پولی واریز بشه، فقط اعلام می کنن که ما در حق تقدم شرکت می کنیم یا نه. البته میتونه این به صورت سهام جایزه باشه، اصلا سهم تقدم داده نشود، اعلام شود که سهام جایزه از امروز به بعد مثلا تعداد سهام افزایش پیدا کنه. ولی معمولا در کشور به صورت از سهم تقدم میدهند از محل آورده نقدی و از محل سود، از محل آورده نقدی و از محل سود انباشته یا سودی که اون سال شرکت کسب کرده. هر دو توانه اینو امضا کنه و به شرکت پس بفرسته و در حق تقدم شرکت کنه. اگر مبلغی هم این اساس این مبلغ رو میتونه به سازمان که شرکت پرداخت کنه تو پیه رسیده دوام باید بفرسته و تمام شد، فرد در حق تقدم شرکت کرده. خب حالا شما میدونید که یک چیز رو به 6 ماه طول میکشه بعد از اینکه فرد در حق تقدم شرکت کرده که در نهایت این حق تقدم تبدیل به سهم قابل معامله در سازمان بورس بشه. این که ببینید این مسائل خیلی مهم هست، در طول زمانی که از حق تقدم داره به سهم تبدیل میشه، برداشت بازار و گذاری بازار این هست که تعداد سهام مثلا 2 برابر شده اگر از سرمایه 2 برابر بوده، اما از طرف دیگر نصف سهامی که سهامداران در واقع باید در اختیار داشته باشند قدرت معامله ندارند، نمیتوانند در بازار معامله کنند روی نصف سهام. چرا؟ چون هنوز حق تقدم
به سهام تبدیل نشد. این زمانی هست که همه این نقاط به کنار، این زمانی هست که از نظر تکنیکی شما میتونید اینجوری فرض کنید که تعداد سهام قابل معامله در روز کمتر هست و در اون زمان شرکت یک مقدار ممکن افزایش قیمت به همین دلیل هم داشته باشد. برعکس وقتی حق تقدم تبدیل به سهام شد و افراد در واقع تقاضای فروش انباشته وجود داره که بعد از این حق تقدم تبدیل به سهام شد، یک مدتی فشار فروش روی نماد سهام به طور متوسط خواهی می باشد. حالا ممکنه بازار در رونق باشه، اصلا این فشار فروش رو حس نکنیم. یعنی در یک بازار متعادل این حق تقدم در ایران به این صورت داره عمل میکنه، در کشورهای دیگه سعی میکنن این تلاطمات شکل نگیره، اینجوری نباشه سهم متوقف بشه، بعد در واقع حق تقدم شما فریز بشه تا زمانی که تبدیل به سهم بشه. اینها همه فریکشن هست، استفادهای بازار هست. آقا مهدی بفرمایید، میکروفون شما بازه. آقای سرفندی، آقای مهدی سرفندی بفرمایید. من یکی دیگر رو میخونم تا سلام. سلام علیکم، سلام. من چند تا نکته رو سعی می‌کنم خیلی خلاصه و سریع بگم خدمتون. یکی این که وقتی یه شرکتی افزایش سرمایه میده، معمولاً اون شرکت اصلی سهامدار این شرکت به میزان کافی پول نداره برای اینکه این حق تقدم‌ها رو بخواد 100 تومنشون رو واریز کنه. بعد سعی می‌کنه اینا رو یه جوری به دست بیاره. برای به دست آوردن این شروع می‌کنه سهام فروختن. برای همین اگر دقت بکنین، سهامایی که افزای سرمایه میدن از آورده نقدی افراد حقیقی مخصوصا، این سهاما نسبت به گروهشون عقبتر میمونن توی رشد بازار، تازه اگر شاخص سعودی باشه، روند بازار سعودی باشه. بعدم اون بحث چیزم خیلی نکته مهمیه که ممکنه که سهام ماها بسته باشه تا تکلیف حق تقدم مشخص بشه، ولی من یه پیشنهاد دارم، این که اگر بازار سعودیه، خرید حق تقدم هایی که استفاده نشدن و شرکت میاد اینا رو میفروشه میتونه خیلی به صرفه باشه، به شرطی که به قیمت پایین عرضه شده باشه، که خیلی وقتا این اتفاق هم میفته، چون که شرکت نمیدونم، به نظرم میرسه که یه سوء استفاده هایی هم هست که میخوان یه اختلافی بین اون حق تقدم های استفاده نشده بین قیمت اونا و قیمت اصلی باشه، ولی خب بقیه هم میتونن از این استفاده کنن. مثلا حق تقدم وبیمه حدود 40% پایین تر از قیمت خود وبیمه عرضه شده. خب خود اون به اضافه این که میدونیم اون گپ زمانی هم میگذره دیگه، اون چند ماهی که برای اینکه این سهام بخواد باز بشه اونا گذشته دیگه، در عرض چند هفته حق تقدم های استفاده نشده ای که فروش میره قابل استفاده است. این خیلی میتونه مفید باشه. اجازه بفرمایید، چون این دوتا نکته که شما فرمودید خیلی نکات مهمی بود. ببینید، اینها فرصت های بازار هست، اینها مارکت انالیز هست. من قبلا هم در دوره یک در مورد مارکت انالیز خدمت شما توضیح دادم. دو نکته ای که بعداً فرض نکته خیلی خیلی نکات مهمی. یک نکته این هست که اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشه و اگر درصد افزایش سرمایه سنگین باشه، یه چیزی بالای 100% باشه، تعدادی از سهامداران برای اینکه در حق تقدم شرکت کنند چاره‌ای نخواهند داشت جز اینکه بخشی از حق تقدم یا بخشی از سهام خودشون به فروش برسونند. بنابراین در اون دوره یک مقدار فروش، یک مقداری فشار فروش خواهند داشت. اگر حق تقدم از محل این افزای سرمایه از محل آورده نباشد، این فشار فروش نخواهد بود. هر فرمود دیدنی خیلی کمتر خواهد بود. این سهامدار اتفاقا خیلی موارد به نفعش هست که در حق تقدم این حق تقدم شرکت کنه، در این افزای سرمایه شرکت کنه، از حق تقدمش استفاده کنه. چرا؟ برای اینکه شرکت مثلا در ماه تیر بسیاری از شرکت ها الان حال برگزاری مجامع هستن، سود تقسیم میکنن، مثلا 100% سود تقسیم میکنن، 100 تومن سود تقسیم میکنن، بعد 100 تومن افزایش سرمایه میدهن. حالا اگر شما در حق در این افزایش سرمایه شرکت کنید، اون 100 تومن سودتون در اختیار شرکت قرار میگیره، شرکت به شما سهامش رو تقدیم، یعنی سهام رو
6 ماه دیگه تقدیم میکنه. اگر در افزایش سرمایه شرکت نکنید، شرکت 8 ماه دیگه به شما سود نقدی رو به حسابتون واریز میکنه. این یک انتخابی است که برخی از افراد بسیار دفتر ترجیح میدهند که اگر که مطالباتی از شرکت دارن در حق تقدم شرکت کنند. اما برعکس، وقتی که بناست افراد از وجوه نقد خودشون برای افزایش سرمایه استفاده کنند، بسیاری از افراد همون سهم رو به فروش میرسانند، از اون ممکنه سهم دیگری هم به فروش برسانند برای شرکت در این افزایش سرمایه. مثلا ایران خودرو افزایش سرمایه داده، بعد سهام شرکت فولاد مبارکه رو میفروشه که بتونه در حق تقدم ایران خودرو شرکت کنه. ولی خیلی اوقات همون سهام فروخته میشه و افراد در حق تقدم شرکت کنند. این یک نکته. نکته دیگر که فرمودن که نکته خیلی مهمی بود، ببینید دوستان، کسانی که در حق تقدم شرکت میکنن، یعنی از حق تقدم استفاده میکنن و در افزایش سرمایه شرکت میکنن، عرض کردم شرکت ها بسیار کند، حالا این تعمدی هست یا نه من نمیدونم، خیلی بیتون میدونه تا شناسایی کنم ببینن که کدام سهامداران در افزایش سرمایه شرکت کردن و کدام سهامداران در افزایش سرمایه شرکت نکردن. حالا اگر سهامداری بود که در افزایش سرمایه شرکت نکرده، توصیه اکید این هست که اگر شما سهامداری هستید، حق تقدم رو دریافت کرده، نمیخواهید در این حق تقدم شرکت کنید، اون حق تقدمتون در بازار بفروشید، اجازه ندید که به روز آخر کشیده بشه و حق تقدم شما بلا استفاده در شرکت باقی بماند. در برخی از کشورها من خاطرم هست که یک بار اتفاق برای خود من افتاد، یک بار من در یکی از دوستای جهانی هم در حق تقدم شرکت نکردم و این حق تقدم سود شد، یعنی اصلا کلان از بین رفت، در حالی که تا روز قبل هم میتونستم این حق تقدم رو بفروشم. ولی در اکثر بورس‌های جهانی و مخصوصا در بورس تهران هم به این صورت هست که اگر شما حق تقدم شرکت نکنید، در افزای سرمایه شرکت نکنید، در حق تقدم خودتون استفاده نکنید، این اختیار رو در یعنی در واقع به شرکت به یک نحوی شما اجازه میدهید که بعداً از حق تقدم شما رو در بازار به فروش برساند در انتهای مرحله‌ای که بنا است در واقع افزایش سرمایه در اداره سقف به سقف برسد. قبل از اینکه به سقف برسد، حق تقدم هایی که استفاده نشده یک روز خاص میارن در بورس تهران به فروش میرسونن، ناگهان شما ببینید که در واقع نماد حق تقدم رو مثلا شرکت فولاد مبارکه باز شد، همون لحظه یه دفعه مثلا 5 میلیون سهم 10 میلیون سهم حق تقدم عرضه میشه، حق تقدم سهم عرضه میشه، بلافاصله خریداری میشه. معمولا قیمت خیلی پایین‌تر از قیمت حق تقدم قبل از بسته شدن حق تقدم هست و این فرصت خوبی است برای اینکه اگر شما در بازار حضور جدی دارید از این فرصت استفاده کنید. اگر میخواهید واقعا سهام رو داشته باشید، میتوانید از این فرصت استفاده کنید. خب نکات که مطرح شد بسیار مفید نکات خوبی بود. یکی از دوستان هم میخواستم بیان بالا صحبت کنن. ما دیگه به حق تقدم بر نخواهیم گشت. اگر نکته دیگری هست بفرمایید. یک نکته دیگر هم بنده دارم اضافه میکنم و برمیگردیم به این عناصر بهاوت. یکی از دوستان هم دستشون بالا کرده و میخواست صحبت کنه. استاد یه مطلبی را من اضافه کنم اگه اجازه بدید. دامنه نوسان حق تقدم شرکت های بورسی مثبت منفی 10% هست، ولی دامنه نوسان حق تقدم شرکت های فرابورسی 5% و پایی هم که همون 3%. پس اگر اختلاف سهم با حق تقدم قابل توجه بود در نمادهای شرکتی که پدیده شده در بورس تهران هستن، چون دامنه نوسان مثبت 10% هست، میتونه مثلا در عرض کمتر از یک هفته شاید یه گین 50% به دوستان بده و قابل توجه این میتونن دوستان اینو لحاظ کنن. من به خاطر همین اختلاف دامنه نوسان هست که حالا الان من ندیدم، ولی در گذشته که من خیلی فعال‌تر بودم در بازار بورس، در دهه 70 ملاحظه می‌کردم که اتفاق می‌افتاد که قیمت حق تقدم از قیمت سهم بالاتر می‌رفت. نباید اینطور می‌شد. یه تفاوت قیمت حق تقدم و قیمت سهم از صد تومن کمتر بشه. این اتفاق هم در اون زمان می‌افتاد و الان نمی‌دونم که بازم داره اتفاق می‌افته. ولی این دامنه نوسان متأسفانه خیلی مشکلات زیادی ایجاد کرده در روز. من امیدوارم که با کمک شما دوستان
با کمک شما دوستان این دامنه نوسان هست بشه بیفروزیم، که متاسفانه سنگ کجی بود که یکی از رؤسای سازمان بورس برگزارش کنه متاسفانه آقام انحراف رو در واقع ایجاد کرد. نکته آخری که بدم و آقای بهرامی اول فرمودن و من میخوام دوباره بهش برگردم، البته اگر دوست دیگر رو میخواستم بالا تشریف بیارن اگر وجود دارن میتونم فکر تشریف بیارن. نکته آخری که من میخوام خدمت عرض کنم این هست که دوستان عزیز در بازار رکودی توی سهام خوب در حق تقدم فکر کنید. چرا؟ به خاطر اینکه وضعیت خودم رو خدمت شما عرض کردم، بنده در بازار رکودی در واقع افق سرمایه‌گذاری من به سال هست، یعنی مثلا یک سال دو سال در فاصله دو ساله به نظر من هست که سهم خریداری کنم، من فقط هم سهم خریداری کنم، من به جهان میخوام سهم داشته باشم. فرقی میکنه برای من که الان سهم خریداری کنم یا حتی تقدم رو در قیمت پایین تر خریداری کنم. بنابراین به نفع شما خواهد بود در بازار رکودی در سطح تقدم شرکت کنید. در بازار رونق، در بازاری که رونق خیلی زیاد دارد، ببینید که جناب آقای بهرامی این که شما سهم بخرید یا حتی تقدم سهم بخرید زیاد فرقی نمی‌کنه از نظر ارزش زمانی خرید، ولی نکته ای که هست از نظر ریسک منیجمنت خیلی تفاوت داره. در بازار رونقی که بازار خیلی حاد شده، بازار خیلی دشواری سریع داره مثل امروز، واقعیت این هست که اگر شما حق تقدم خریدید، یعنی پول خودتون رو مدت 8 ماه، مدت 6 ماه تا 8 ماه پولتون رو پارک کردید در حق تقدم، ممکنه در این حین اولا وضعیت به شرکت تغییر کنه، ممکنه که در این حین در واقع فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتری به وجود بیاد، بازم خیلی نزدیک است به نکته که آقای بهرامی فرمودن، و ممکنه که در این حین بازار ریزش کنه و شما نتوانید زودتر از بازار خارج شدید. بنابراین اگر تلاطمات بازار سرمایه بالا هست، حالا چه به دلیل اینکه نوسانات اقتصاد کلان زیاد هست یا اینکه اصلا کلا وضعیت بازار خیلی متلاطم هست، در این شرایط به نظر من در حق تقدم شرکت میکنید. ولی نکته که دوستان گفتم در حق تقدم، در حراج حق تقدم که بعد از بسته شدن حق تقدم، دو ماه بعد از بسته شدن حق تقدم، سه ماه بعد از بسته شدن حق تقدم حراج گذاشته میشه برای حق تقدم های استفاده نشده، شما باز میتوانید این حق تقدم ها رو خریداری کنید. اگر نکته دیگری هست بفرمایید، اگر نه اجازه فرمان کار رو ادامه بدن و در نفسان رهابات گفتم چرا در بازار نیزوری یا طولانی مدت نگاه میفرمانید؟ در بازار نیزوری نه، در بازاری که حالا در حالت طبیعی هست و در حالت رکود هست، شما اگر که افق سرمایه‌گذاریتون رو بلند مدت ببرید تقریبا سود بالاتری کسب میکنید، این از هزینه های مبادلاتی اجتناب میکنید و فرصت بیشتری برای تحلیل بنیادی خواهید داشت. شما قرار مثلا دو سال سهم رو نگه دارید، یک ماه بررسی انجام میدید، یک هفته روی سهم بررسی انجام میدید، بعد سهم رو خریداری میکنید. این که با سرمایه‌گذاری میتونید افزایش بدید. در بازاری که رونق داره مرتب شرایط بازار در حال تغییر هست. مثلا شما خاطرتون باشه قبل از عید من توصیه کردم به افراد که وارد شرکت های سرمایه‌گذاری بشید. بعد از این روزها، این چند هفته گذشته که در گروه تلگرامی همین کلاس هم ما بررسی میکردیم و در خود کلاس هم فکر میکنم بعد از سهام رو بررسی کردیم و در جلسه آخر دوره ابتدایی ما بررسی کردیم انرژی سی شرکت ها رو و شما ملاحظه فرمودید که برخی از شرکت های مشهور ما که از نظر نسبت به پی بی ای یک پی بی از اکتری مناسبی دارن، وقتی نسبت به پی بی انرژیشون رو مقایسه کردیم، حالا دیگه نمیخوام نام ببرم ولی بعضی از دوستان یادشون نیست، خب اینها شرایط مناسبی نداشتن، همون شرکت رو من شش ماه پیش معرفی کردم، اونها شرایط مناسب بود، نه به بانک پی بی ان ایش وضعیت مناسبی گویا داشت، فکر کنم حالا شرکت دیگر به وضعیت مناسبی نداشت. خب سوال دیگری اگر هست در خدمته، اگر نه من ادامه بدم. اول یک چک بکنم آقای حسین، صدای میکروفون که بیشتر میکنم متاسفانه یک مقدار نویز میاد در صدا.
یک سوالی کردم، گفتن که یعنی نقطه ای داشتن به آقای بدرفتن، این نقطه درستی هم هست، گفتن ممنوع افزای سرمایه سنگین از آورده، از محل، منظورشون از محل آورده نقدی هست، معمولا درست میفهمم از سهمدار یک مدت زمین گیر میکنن، یا وقتی که این منابع رو وقتی افزای سرمایه سنگین میده شرکت، معمولا منابع احتیاج داره برای خرید توسعه، حالا وقتی این تعریف توسعه به بهره برداری رسید کاملا شرایط معکوس میشه، اصلا پرواز میکنه، سهامداران عمده در یک بازار رکودی در افزایش سرمایه سنگین سهام به شدت پایین میکشن. حالا اینم هست دیگه، سهامدار عمده مجبوره که در واقع بخشی از سهام خودش رو بفروشه که بتونه در حق تقدم شرکت کنه. الان ببینید، الان صحبتی که آقای بازرگان بود اینجا فرمودن خیلی صحبت قشنگی است، مثال هم زدن، گفتن سه قضی افزایش سرمایه از محل آورده داشته، نزدیک یک سال هنوز ثبت نکرده. این چیز خیلی ریسک جدی هست، مخصوصا در بازاری که احتمال نزید بسیار. ما برمیگردیم سراغ نرم افزار. لازم فهمیم ما الان شما ملاحظه فرمودید که گزارش رو سیو کردیم در صورت فایل اکسل در اومد و عرض کردم خدمتتون که در این گزارشی که گزارش روز سهام هست، هر معاملات سهام هم سهام اومده، هم حتی تقدم اومده، هم تونی که خاطرم هست بقیه مثلا هم ببینید اینجا صندوق قابل معامله اومده پاییز، صندوق قابل معامله است، آساس، صندوق اطلس، صندوق سنوین، صندوق لزوم تمنون و صندوق ها اومده، حتی طبق اومده، سهام اومده، اوراق مشارکت اومده، اومده میکنه سکوت مقابل سایپا هست، اوراق مشارکت اومده، اما ان شاءالله میخواد که با همین ها دیریازو داشتا بشیم، حتی اگر که مایل باشید ما در مورد در واقع بازارهای بین المللی هم میتونیم کلاس داشته باشیم و مثلا روی مشتقات مثلا میتونیم بیشتر وقت بگذاریم در آینده. خب اینا رو لازم فهمیدیم که از نظر نوع دارایی خیلی متنوع هستن. بازار سهام در قبلا فقط سهام و حق تقدم سهام شما اینجا میدیدید، ولی الان حتی تسهیلات مسکن ها معامله میشه در بورس، صندوق ها که شرکت میشه و راه میشه اینطور وقت ها من دوباره همین بودم که پیدا کردم. این اختیار خرید اینجا هست، اختیار خرید رو ملازم می کنید، خب برای برخی از سهام ها اختیار خرید وجود داره، شما می توانید اختیار خرید رو خرید کنید و در آینده بچه شده پردازید و در واقع این سهام رو دریافت کنید. خب اگر سهام روش کنید اختیار خرید بهتر هست، ولی اگر سهام نزولی باشه خب شما خودید رو که صرف خرید اختیار خرید کرده بودید ممکن خیلی وقتا از دست بدهید. پس اختیارات خرید رو میدونید که تعداد خوبی هم اختیار خرید و اختیار فروش از ما در بازار حضور دارد. بسیار، این از اینجا. من برمیگردم بالا، برمیگردم و سکنه دیگر خدمت خودی رو ما انجام میدونیم. بازار میتونه بازار معاملات اصلی باشه و ببینید بازار معاملات اصلی و الان یه تابلو در واقع همه بازار، یعنی یک بازار ما بیشتر نداریم، لازم فرمودید یک بازار بیشتر نبود، فقط بازار معاملات اصلی داریم، ولی در بازار معاملات ما در واقع تعداد زیاد سهم داریم، تابلوی اصلی داریم، تابلوی فهرست اولیه داریم، تابلوی فرعی داریم. بازار بورس سعی کرده مقداری از نظر ریسک شرکت‌ها رو اصلا دیگه تفکیک کنه، فرابورس داریم، تابلوی اصلی تابلوی فرعی داریم، ولی حالا من اونقدرها به این مسئله توجه ندارم، این کلاً اطمینانی به رتبه بندی دولتی ندارم. در فرمودید، یعنی اگر که واقعا شرکت خصوصی هست از شرکت رتبه بندی بودن رتبه میدادم، خب من خیلی توجه میکردم، ولی حالا اینکه مثلا ببینه رو در تابلو فرقی قرار بده، من فکر نمی کنم که این تأثیر منفی واقعا باید داشته باشه روی قیمت سهام.
اما معامله تاریخ معامله قبلی رو نشون داده، قیمت ابتدای معامله کمترین قیمت در طول روز هست و بیشترین قیمت در طول روز. بیشترین قیمت در طول روز و قیمت پایانی، حالا قیمت پایانی چگونه محاسبه میشه؟ قیمت پایانی در واقع مجموعی هست، یعنی متوسط گرفته میشه از کل قیمت های معاملات در طول روز و باز این بر اساس حجم مبنا هست. متاسفانه که واقعا صدماتی داشت برای بازار، این نوسان ریالی نشون اینجا و در اینجا نوسان قیمت بر اساس قیمت پایانی هست. اینجا آخر قیمت رو عرض کردیم. خب حالا بریم جلوتر، نوسان ریالی و ازاره فرمانید معاملات خواهم این درصد معاملات به خود نشون میده. این نشون میده که هر کدوم از این شرکت ها چند درصد از کل معاملات به خودشون اختصاص دادن. در اینجا تعداد معاملات اومده و در اینجا حجم معاملات اومده. این هم میتونه به ما نشون بده اتفاقی که از کارهایی که شرکت تهاوند انجام میده حجم های مشکوک رو بررسی میکنه. حجم های مشکوک حجم هایی هستن که شرکت هایی هستن که ناگهان حجم معاملاتشون افزایش پیدا کرده یا شاید کاهش پیدا کرده بیشتر افزایش نشون میدن تا اونجا که بنده دیدم. یعنی معاملات به کل رو شما در نظر میگیرید و حجم معاملات اینجا در واقع تعداد معاملات به کل رو گرفته، اینجا حجم معاملات به کل رو گرفته. خیلی خوب، و اینها حاوی اطلاعات مفیدی هستند. شما ناگهان میبینید که تعداد معاملات یک شرکت 20 برابر میشود. حالا چرا؟ ما بررسی بشه که چگونه شد که تعداد معاملات به شدت افزایش پیدا کرده. من یک اصلی به خدمت شما عرض میکنم که آقای دکتر حسین صادق حسین صالحی هر جه هستن ادوایزر من بودن در دوره کردستان، هر جه هستن خدا انشالله سلامتشون بداره. من مدت ها سطحن هیچ اطلاعی ازشون ندارم. آقای دکتر حسین صالحی صحبت داشتن به این صورت که زمانی که حجم معامله به شدت افزایش پیدا میکنه این حکایت راست میتونه مورد پرسیدن از دوستان. دوستان نظرسنجی بکنیم چون اینا در ذهن بهتر جا میگیره. نظرسنجی بکنیم چه زمانی حجم معاملات به شدت افزایش پیدا میکنه؟ آقای رحیمیان پرسیدن استاد نرم افزار رو چگونه فعال کنیم؟ من عرض کردم ما خود رو در اختیار شما قرار دادیم. در ابتدای جلسه خدمت رو عرض کردم ما خود رو در کانال تلگرام قرار دادیم، با شماره تلفن خودتون رو پیدا کنید و نرم افزار رو دانلود کنید. برای یک ماه شما دسترسی دارید به نرم افزاری که ارزشش حدود فکر کنم 800 هست. البته اعضای کلاس از تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود. اعضای کلاس از تخفیف ویژه برخوردار استاد اجازه هست یا عرضی؟ من سوالم این بود. خواهش می‌کنم آقای جلالی اجازه بفرمایید من می‌خوام سایر دوستان هم وارد بشن و بعد شما نکته‌تون رو بفرمایید و نکات دوستان رو هم بخونم. دوستان عزیز دقت بفرمایید سوال چه بوده؟ سوال این بود که شما ناگهان در یک روز متوجه می‌شوید حجم معاملات روی یک سمت به شدت افزایش پیدا کرده. از نظر تئوری از نظر نظری چگونه ممکنه کرد به معاملات این نشانگر چیست؟ حالا من یک سری از پاسخ ها رو میکنم بعد خودم خدمتتون پاسخ خواهم داد. در دوره قبل تنظیم استعداد حالا اگر ما بتونیم تنظیم استعداد رو دوباره انجام بدیم خوبه، ولی من الان چیزی به ذهنم نمیرسه. آقای بابا استاد ما رهاورد نوری رو چی میفتیم؟ بعد کردیم ببینیم که سوال ما رو ورود پول هوشمند ممکنه باشه. بله ورود پول هوشمند شما توضیح بدید. نقدینگی هوشمند وارد بشه یعنی چه؟ نقدینگی هوشمند توضیح بفرمایید. تقاضا برای سهم افزایش پیدا کنه. چرا تقاضا برای سهم افزایش پیدا کنه معامله صورت میگیره؟ اتفاقا خیلی وقتا وقتی تقاضا برای سهم افزایش پیدا کنه اصلا معامله صورت نمیگیرد. این عکس اینه که شما فرمودید و خیلی وقتا هست اون فرمایید معامله صورت میگیرد. من از این مسئله وقت اصلا معامله صورت نمیگیرد زمانی که خبری پشت سهم باشه.
حالا برمیداریم این که باشه بازار به آن سر واکنش نشون میده. نه به این سوال خیلی کلی بازار به سهم واکنش نشون میده. بازار وقتی به سهم واکنش نشون میده ممکن از اون معاملات پایش پیدا کنه، نه افزایش، چون مثلا همه خریدار هم فروشنده نیست قبل از تغییر بدن. آها های قربانی در آندر ولیو باشه و بازار اقبال نشون بده. نه بازار اقبال نشون نده. آقای قربان ما درست فرمودیم ولی بعد باید تعریف کنه وقتی سهام قرار سهام بریزه، سهام بریزه یا صعود کنه، از این صعود با ساد آقای کماسی و افراد آفرین آفرین آقای کماسی و افراد اطلاعات درونی ورود یا خروج پول دشمن، ورود و خروج پول دشمن، خبر مثبت یا منفی، نه خبر مثبت یا منفی هم نمیتونه حجم معاملات به شدت بالا بره. مورد اقبال بازار قرار بگیره خیر، وقتی مورد اقبال بازار قرار بگیره معلومه حجم معاملات خیلی فرقی کنه. اگر سرانه خرید حقیقی بالا باشه احتمالا خبر خاصی هستش. حالا حقوقی هم ممکن اگر سرانه خرید حقوقی هم یه دفعه بالا باشه ممکن خبر خاصی بشه. به قیمت تعدیل قیمت حاصل افزایش سرمایه قیمت رد شده باشد و به این علم حل برده کنید. آن جلالی بله ولی من سوال هم این نبود. این بله اون ممکنه به سوال نبود. تغییر مالکیت داشته باشه. تغییر مالکیت هر وقت معامله انجام شد تغییر مالکیت داریم دیگه. همون سال برید. شاید نکته دیگه این نکته نظر شما بوده. خبر پیش سهم با پشت سهم باشه. منظور این پشت سهم داره شده که احسن نکته همین. به همین علت باید افزایش سرمایه افزایش سرمایه میداد باشد نه از اون معامله. نه نه اون نکته دیگر از شما دارید میفرمایید آخر موج صعودی معلوم نیست، پایان روند نزولی و صعود شاید شایعه ایجاد میکنن و خالی میکنن. ممکن آقای جعفر پور دقیقا اخباری از درون شرکت درز میکنه. آفرین آقای گرافیس، افراد اطلاعات اینسایدر دارن. آفرین آقای سیفا، بله همین هست دوستان عزیز. همین که الان شما فرمودید به سطح حمایتی و مقاومتی برسید. نه سطح حمایتی و مقاومتی رو همه میگیره. بستگی داره در چه قیمتی باشه ورود افراد مبتلا یا خروج آنها. احسن به بسیاری از دوستان از نظر تکنیکی، نه از نظر تکنیکی مسئله از نظر تکنیکی نیست. ببینید همه اطلاعاتی که اتفاق میفته که روی سهم ممکنه تاثیر بگذاره، خب این روند ریگان رو ممکنه تغییر بده، یعنی اینکه حجم معاملات ناگهان افزایش پیدا کنه مخصوصا افزایش رو با کاهش انگار کار نداره، ولی وقتی حجم معاملات روی یک سهم ناگهان به بالا کنه، هر روز داریم این قضیه رو که حجم معاملات روی یک سهم ناگهان یک روز 10 برابر میشه. این حکایت از asymmetry of information داره یا asymmetry information یعنی چه؟ یعنی حکایت از نبود تقارن اطلاعاتی بین خریدار و فروشنده داره. یکی بیشتر از دیگری میداند. فقط فهمیدید؟ ببینید اینطور هست. فرد میداند این سهامی که الان داره با قیمت 200 تومان در بازار معامله میشه، اطلاعاتی به دست آورده که میداره این سهم به قیمت 500 تومان ارزش داره. خیلی ارزشش بالاتره. از کجا میداند؟ اطلاعات درونی به دست آورده است. بعد فقط این هم کافی نیست، نبود تقارن اطلاعاتی. خریدار میداند فروشنده نمیداند، یا برعکس، یا برعکس. یعنی یک جایی هست که فروشنده اطلاعاتی داره که وضعیت شرکت خراب شده، یکی از کمپرسورهای مثلا فلان شرکت پتروشیمی آتش گرفته، خبرش بیرون نیومده ولی فروشنده اطلاع داره. به سرعت فروشنده سعی میکنه قیمت سهام خودش رو کاهش بده ولی بفروشه در بازار. خریدار از خود از همه جا بی خبر شروع می‌کنه خریدن، چون برداشتش این بوده که حالا مثلا سهم مثلا 300 تومان ارزش داره، وقتی می‌بینه که قیمت سهم از 300 تومان به 250 تومان رسید، خب تعداد زیادی از خریدارانی که قیمت ذاتی سهم رو 300 تومان پیش می‌کرده بودن اقدام به خرید سهم می‌کنن، غافل از اینکه فروشنده اطلاعات رو در آورده. پس بنابراین حجم معاملات به شدت افزایش پیدا نمی‌کنه، یعنی بازار از نظر حجم معاملات یک روند خاصی رو جلو می‌بره. هر زمانی که دیدید که حجم معاملات به شدت افزایش پیدا کرد، بدانید که مشکلی هست، بدانید که بعضی از افراد اطلاعاتی دارن که دیگران ندارن. اینکه فرمودن شایعه
ببین شایعه هم اون فردی شایعه به وجود میاد، افراد باور میکنن، ولی اون فردی که شایعه رو ایجاد کرده خودش چیزی میداند که بقیه نمیداند. باز اینجا میداند که خود شایعه رو وجود دارد، میداند که این خبر خبر دروغ است. آنجا هم امکان داره که حجم اطلاعات به شدت افزایش بده. سوالی هست؟ آقا بله، من اگر اجازه بدید یه خاطره جالبی از همین پریروز بگم. بنده دوستی دارم در امور سهام شرکت خوشنامی هستش، بعد با من تماس گرفت، گفتن که مدیر عامل تماس گرفته با امور سهام و تعداد سهام فرزندش رو پرسیده که چقدر الان سهام داره، و این سهم الان حدوداً 2 هفته‌ای از قفل صفحه خرید، طوری که بالاترین قیمت پایانی که من این 2 هفته دیدم مثبت 1/10. بعد زنگ زدن گفتن که به پسرم زنگ بزنید که بره صفحه خرید و به بقیه کارمندا هم بگید که برین صفحه خرید. خلاصه ما هم به ما هم گفت و ما هم رفتیم. بعد یهو ناگهان دیدیم این سهمی که 2 هفته اصلا معامله نمیشد تقریبا 10 برابر حجم میانگین ماهانش عرضه کرد حقوقی و تقریبا هم کارمندای شرکت همه گرفتن و سهم و هم ما گرفتیم و هم پسر خود مدیر عامل گرفت و اینا. الان هم دیگه دیروز داره پایانی رو پر میکنه. بعد من هم علت خاصی نداره، علت همین چیزا. خب این که حقوقی خود شرکت، یعنی حقوقی خود شرکت عرضه کرده به افراد و این و جالب اینجاست که و جالب و بلوکه کرده کد سهامداری خود کارمندا رو که نفروشن که عرضه زیاد نشه. شرکت خیلی خوشنامی هم هست، من نام نمیبرم. در حال دونید این الان ممکن است که بازی باشه، ممکن است که پسر مدیر عامل خریده باشه که بقیه مجاب بشن خریداری کنن، چرا چون که حقوقی سهامدار بزرگ میخواسته از بازار خارج بشه، میخواسته از شرکت خارج بشه، چرا چون ممکنه که وضعیت رو مناسب نمیدید، یا ممکنه که به وجود نقد احتیاج داره برای پرداخت مثلا سود سهام یا سود تسهیلات. ما اصلا اطلاع نداریم که چه اتفاقی میفته، ولی در کشورهای دیگه محل در واقع در اگر شما مثلا اکانت بروکریج داشته باشید، اکانت کارگزاری داشته باشید، شما می توانید در این اکانت کارگزاری بررسی کنید که چه مقدار اینسایدر تریدینگ صورت گرفته، یعنی خود مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره یا مقام اگزکیوتیو، یعنی در واقع مدیران ارشد شرکت چه مقدار اقدام به خرید و فروش سهام کرده. این نوع بازی ها خیلی زیاده این بازی ها. من به شخص اصلا وارد این بازی ها نمیشم، حالا چون خاطرات دردناکی دارم مثلا مدیران این شرکت گفته که سهم رو بخرید، ما خریدیم دیدیم برعکس شده، از این مسائل خیلی زیاده. من اصلا به این اخبار اصلا واکنش نشون نمیدم. ببینید، عرض کردم خدمت شما، لازم نیست تمام غذاهای دنیا رو تست کنید، شما میخواید غذای خوبی رو امشب مثلا شام خوبی داشته باشید، همین. شما لازم نیست تمام فرصت های سرمایه گذاری در بازار رو تست کنید و در همه حضور داشته باشید، شما کافی است در برخی از فرصت های سرمایه گذاری با کمترین ریسک حضور داشته باشید. به هر حال بعد اینها این بازی ها هست، و دلیل این بازی ها این هست که دلیل این بازی ها نبود تمام اطلاعات است، یعنی دو طرف اطلاعاتشون با هم یکی نیست. بسیار خوب، این نکته خیلی مهمی بود، خوشحالم که امروز چند نکته مهم رو خدمت شما ارائه دادم. امیدوارم برای همیشه، من توصیه هم از بعدها یک زمان فیلم شرکت رو دوباره فیلم دوره رو دوباره ملاحظه بفرمایید تا این مطالب کم کم انشاءالله خدمت شما جا بیفته. تک تک این مسائلی که امروز عرض کردیم و دوستان کمک کردن مثل همین افزایش حجم معاملات و
مسائلی که در مورد حق تقدم هست، حتی اینها رو شما نیاز دارید تا بتوانید در مورد سرمایه موفق باشید. اما نگاه کنید به پیبهی شرکت، ما در دوره ابتدایی خیلی روی پیبهی وقت گذاشتیم. من خاطرم هست که در میانه دوره خیلی ناراضی شده بودم، گفتم چقدر فلانی آروم جلو میگیره، ولی در انتهای دوره من احساسم اینه که اکثر قریب به اتفاق افراد به ارزش دانستن همین یک نسبت پیدا ما نسبت اصلی که در محاسبات کانون کار داریم همین پی ای هست که بر اساس پی ای ما میایم پیگ ریشیو رو معرفی میکنیم و بر اساس پیگ ریشیو میایم پی ای رو معرفی میکنیم. پس ما خیلی جلوتر رفتیم از نسبت پی بی. یکی از نقاط مثبت شرکت رهاورد این هست که پی بی ای رو به صورت تی تی ام محاسبه میکنیم، یعنی تریلینگ محاسبه میکنیم، یعنی دنباله رو محاسبه کنه، یعنی نمیاد پی بی ای رو در زمان مجمع در سال 98 مثلا در نظر بگیره. پی بی ای رو که در نظر میگیره ای رو در واقع از صورتهای مالی ماهای گذشته محاسبه کرده. یک اتفاق متاسفانه نامیمونی که در بازار بورس تهران افتاد این بود که شرکتها پیشبینی سود اعلام این پیشبینی سود خیلی برای سهامداران اطلاعات زیر قیمتی داشت. البته همه شرکت ها اطلاعات درست رو پیشبینی نمیدن و به بازار انتقال نمیدادن. اما به تدریج شرکت ها شناخته میده، اعتبار شرکت ها بالا میرن به پایین میرن. یعنی به تدریج بازار در میافت که فلان شرکت وقتی که پیشبینی ارائه میده پیشبینی درست ارائه میده و بهمان شرکت نه، وقتی پیشبینی داره ارائه میده با سهامدار بازی میکنه. این به نظر من روند خیلی خوبی بود و رئیس سابق سازمان بورس ایشون متاسفانه این الزام رو از روی پیش شرکت ها برداشت. صحبت هم این که در سایر کشورهای جهان هم شرکت ها پیشبینی ای پی اس و پیشبینی فروش تولید و فروش انجام نمی دهند و این ولی ایشون اشاره نکرد که در سایر کشورها تعداد زیادی بانک های سرمایه گذاری و تحلیلگران سهام هستند که اونها هستند که اقدام به پیشبینی بازار و اقدام به پیشبینی شرکت ها میکنند. متاسفانه الان گپی به وجود آمده، بخشی از امکانات نرم افزار رهاورد به همین دلیل متاسفانه معطل مانده است. یعنی یک حجم یک تحلیل های خیلی خوبی به روی پیشبینی انجام شده و در گذشته متاسفانه این تحلیل ها الان در اختیار قرار نداره دیگه به دلیل این تغییر که برای داشته ارسال کردن که بله کانسنسس ریپورت هم میدن آن در این نمیشتن کانسنسس ریپورت میدن شد کرد، یعنی در واقع کانسنسس یعنی این که نظر کل بازار رو میپرسن. الان شرکت کیان این کار رو در ایران انجام میدهد، یک گزارش اجماع، یعنی از بندر یک بار خواستم که شرکت کنم، گفتم با دارم فرصت اصلا ندارم که شرکت ها رو پیگیری کنم، بنابراین نظر من یک نظر کارشناسی نخواهم و ممکنه که اوریب داشته باشه، من شرکت نکردم، ولی کار خوبی هست از تحلیلگران سهام میپرسن که نظر تو در مورد شرکت چیه و دامنه رو تعیین میکنن که دست میاد که چقدر شرکت ها سرمایه‌گذاری کنن، یعنی در واقع به دست میارن که نظر بازار در مورد اون شرکت خاص چیست. مثلا پیش بینی بازار از نظر EPS چقدر است و پیش بینی بازار از قیمت اون سهم در مثلا در آینده چه بود است. بسیار تعداد کل سهام اونجا آوردیم. خب ما صحبت رو این بود که گزارش هایی که نرم افزار به این نقطه اصلی که مزیت بزرگ نرم افزار رهاورد مبین هست این هست که شما می توانید گزارش به وجود بیاورید، همان گزارشی که به وجود آوردید شما می توانید سیو کنید در قالب اکسل و از این استفاده کنید و محاسبات بیشتر در قالب اکسل انجام بده. حالا بعضی از دوستان ممکنه بپرسن که یعنی چی که مثلا گزارش بهتری بوده، یعنی اینی که مثلا ملاحظه بفرمایید الان تاریخ امروز بوده که ما بقید گزارش تهیه کردیم از بانک اطلاعاتی نرم افزار رهاورد نوین، شما می توانید به جای امروز بروید مثلا یک هفته قبل در تاریخ مثلا 09 همین گزارش رو شما می توانید در تاریخ
9/4/1399 ایجاد کنیم. حالا مورده می کنم ما گزارش جدیدی رو اجرا کردیم و نرم‌افزار در حال گزارش گیری هست. ما به ترتیب ما جلو میریم و گزارش دیگری رو اجرا خواهیم کرد. اشکال به این تضافه میشه این هست که کل بازار رو در نظر گرفتیم. حالا می توانیم چیکار کنیم؟ می توانیم به جنگ باز کل بازار رو در نظر بگیریم، بازار خاص رو زیر دوازی مجموعه بازار رو در نظر بگیریم و می توانیم صنعت و تولد در نظر بگیریم. خب حالا ببینید این اطلاعات کل بازار در تاریخ 9/4/1399 هست، همون اطلاعاتی که در فایل اکسل ما مورد بررسی قرار داد. اما من برمیگردم اینجا به 16 که تاریخ امروز باشن. اما این دفعه کاری که انجام میدم یک صنعت خاص رو مد نظر قرار میدم، چون صنعت دارویی صنعتی هست که بعضی از افراد قسم میخورن و میرن و رشد فروش کارش خیلی گسترده هست، البته مسائل خاص خودش هم داره. من به صنعت دارویی میام مجددا محاسبات رو انجام بدم. خیلی خوب، ملاحظه بفرمایید. حالا ما گزارش صنعت گرفتیم، ما گزارش صنعت گرفتیم. کلن چنین و چهار شرکت رو تحت زیر مجموعه شرکت دارویی، البته دو سری، یک سری داروهای شیمیایی و گیاهی هست و دیگری سایر محصولات دارویی هست. سایر محصولات دارویی مثل شرکت پخش، مثلا توزیع دارو پخش، مثلا پخش البرز، اینا شرکت های مشخصا دار، مثلا پخش هجرت ملازم دار، اینا شرکت های دارویی نیستن، این شرکت های هستن که مربوط هستن به صنعت دارو. یک شرکت خاص در صنعت دارو هست به نام دکپسول، موقعیت انحصاری داره، اقدام به تولید کپسول ژلاتین میکنه و در حال این یک شرکت خاصی به حساب میاد در صنعت دارو. ولی شرکت های پخش، ما چند تا شرکت پخش داریم، چند تا شرکت سرمایه گذاری داریم در زمینه دارو، مثل داروی رهاورد تأمین، سرمایه گذاری داروی تأمین، اینها رو میتونیم شرکت سرمایه گذاری در زمینه دارو در نظر بگیریم. پس همون لطفه میفهمید اطلاعات متعدد شرکت اینجا هست و حالا ما بریم جلوتر. ملاحظه میفهمید اینجا در واقع شرکت های دارویی رو ما داریم، اطلاعات روزانه معاملات اینها رو داریم. خب ما چکار میکنیم؟ ما مثلا میریم بر اساس پیبه ای این شرکت های دارویی رو بررسی میکنیم. ببینیم پایین ترین پیبه ای رو کدوم یکی از شرکت های دارویی ما داشتن. بله خب عجیب هست، این دابور پایین ترین پیبه ای رو داره، ولی بلافاصله وقتی به این جدول نگاه کنیم متوجه میشیم که نه، پایین ترین پیبه ای رو دابور نداره، این دارویی با تبوری ها نداره. چرا؟ برای اینکه ما حق تقدمش هم داریم میبینیم. خب حق تقدم داد، یعنی شرکت افزایش سرمایه داده، هنوز افزایش سرمایه ثبت نشده. ما باید دایلوت پی پی اس یا پی اس دفع شده رو در نظر بگیریم بر اساس سرمایه جدید. بنابراین احتمال این که پی به ای شرکت دابو یا شرکت ابو ریحان پی به ای درستی نباشه زیاده، یعنی احتمالا پی به ای شرکت ابو ریحان 12.92 نیست، بلکه حالا باید ببینیم افزایش سرمایه چقدر هست، ولی مثلا ممکنه که پی به ای در حدود 20 باشه. بنابراین میریم سراغ شرکت سوم. شرکت سوم داروی فارابی است. داروی فارابی همونطور که بسیاری از افرادی که در زمینه فاندامنتال کار میکنن خیلی روی داروی فارابی تاکید داشتن، با پی به ای 17.18 مناسب ترین وضعیت رو داره. و بعد شیرین دارو، حالا زمین فرمان دارو پخش و دارو سازی اکسیر و اینجور شرکت ها هست. ملاحظه می‌فهمید که ما به راحتی می‌توانیم گزارشی دریافت کنیم از صنعت خاص. توی صنعت خاص ما بیاییم تحقیقات بیشتری انجام بدیم، نسبت‌های مالی صنعت رو به دست بیاریم. این هاست که ارزش میده به کار. حالا من برای که خدمت شما نشون بدم، اجازه بدم این کار رو اینجا انجام بدم. ببینید نسبت‌های مالی رو در نظر بگیرم، بعد صنعت رو بیارم بذارم دارویی. بنابراین این صنعت دارویی هست. ببین اون انتخاب دارویی که کردم این فانکشن پاورلس تایید کنم. تاریخ امروز مشکلی نداریم با تاریخ.
نقچه‌بندی حالا من نمیرم سراغش بکنیم نقچه‌بندی مثلا شرکت هایی که از محافظیدی بالاتری یا نقچه‌بندی بالاتری برخورد رو هستن اونها رو فقط بررسی کنیم. حالا نگاه کنیم نمیتونه قبل خدمتتون عرض میکردم که باید پیر ریویو انالیسیس انجام بدید، هم به همین راحتی شما الان میتوانید در واقع نسبت های شرکت های مختلف رو شرکت های مختلف داری رو با هم مقایسه کنید. خب این کار نسبت پدی اینجا وجود داشت، نسبت پدی خیلی به ما کمک میکرد در این قضیه، اما حالا ما میتونیم مثلا به جای نسبت پدی بریم سراغ حاشیه سود در واقع عملیاتی رو مثلا به عنوان مثال در نظر بگیریم، ببینیم که و من وقتی روش میزنم ببینیم سورت میکنه از کمترین حاشیه سود عملیاتی میاره تا بیشترین حاشیه سود عملیاتی. ما اینکه از بیشترین حاشیه سود عملیاتی بیاریم به سمت کمترین حاشیه سود عملیاتی. خب دو تا شرکت اول شرکت های سرمایه‌گذاری در زمینه صنعت دارو هستن که ما با اونها واقعا کاری نداریم، نه اینکه شرکت های بدی باشن، ولی در میان شرکت های سرمایه‌گذاری باید بررسی کنیم. شرکت های سرمایه‌گذاری حاشیه سود خیلی بالا دارن، هزینه هاشون نسبت به کل سوداوری پایین هست، ولی خب بالاخره به نحو دیگری ما این شرکت ها رو بررسی خواهیم کرد. اما شرکت سوم هم می‌بینید همون شرکت که موقعیت انحصاری دارد، عرض کرده بودم خدمتتون که حاشیه سود، حاشیه سود عملیاتی حفاظت از موقعیت انحصاری برخی از شرکت ها دارد و شما ملاحظه می‌فرمایید که اون دکتر اول باید کنار بذاریم، حتی داروی رهاورد تأمین هم باید کنار بذاریم، بکنید پخش ها رو هم باید کنار بگذاریم. حالا برای کپسول از هاشیه سود عملیاتی برخوردان هست، داروپاش رو باید کنار بذاریم. تصویر کرده و دوستان مشکل دارن توی دیدن تصویر، محبت کنید یه بار مینیمایز کنید پنجره رو و دوباره مکسیمایز کنید، فکر کنم درست شد. الان دوباره این کار خدمت شما انجام میدم. الان یه مسئله صرفا برمیگردم. حالا تصویر رو میبینید دوستان؟ بله الان درست. الان تصویر آقای جلالی تصویر رو دارید؟ تصویر تغییر میکنه؟ درست. درست. خیلی خب ملازم کنم. ببینید حالا این نسبت های سود عملیاتی با خیلی بالا رو باید تحلیل های دیگری روشون انجام بدید. حالا دقیق بفرم. ماهیت این شرکت ها شرکت های تولیدی و صنعتی نیستن. مثلا حاشیه سود خالص، سود ناخالص و سود عملیاتی بالای شرکت داروپخش باید بررسی بشه که چرا حاشیه سود عملیاتی اینقدر بالا هست یا داروی سوفان همینطور. سرمایه‌گذاری البرز خب سرمایه‌گذاری هست و باز هم باید بررسی بشه چرا بالای 100%. اما خب ملازم می‌فرمایید داروی برکت 75 در حد 79% حاشیه سود عملیاتی داره، ریشمک در حد 69%، باز هم ریشمک یک شرکت خاص هست، مورد انحصاری داره، صادرات انجام میده، میتونسته و الان هم میبینیم که حاشیه سود عملیاتیش بالا هست، داره سازی بازی فراوردهای تجاری که بخاطر اینها رو ما میتونیم بالاخره بیایم بررسی کنیم نسبت‌های حسابداری رو اینطوری به همین صورت نسبت‌های حسابداری شرکت‌ها رو با هم مقایسه کنیم و اینها به ما برداشت میده که از وضعیت صنعت به چه نفع است، کدام شرکت ها موفق‌تر هستند در اون صنعت خاص. من توصیه‌ام این هست که اگر که روی صنعتی تحقیق دارید می‌کنید یا شرکت خاصی رو می‌خواید با صنعت مقایسه کنید، همین از همین گزارشی که الان خدمت شما ارائه دادیم استفاده کنید، گزارش گیری کنید و به نحو احسن وقت بگذارید و تک تک نسبت‌ها وقت بگذارید به شرکت های مختلف رو بررسی کنید و اگر نکته عجیبی مشاهده می کنید اون نکته رو یک جور یادداشت کنید، بررسی عمیق‌تر و بیشتر انجام بدید تا ببینید که آیا مارکت انامالی وجود دارد یا ندارد، آیا واقعا ما داریم درست عمل می کنیم، آیا واقعا یا اینکه مثلا ممکنه که شرکت داره اطلاعات غلط در اختیار ما قرار بده. ولی نسبت دیگر رو نسبت حالا نسبت بسیار فرمین من یا نسبت مالکانه رو بگیرم براتون یا نسبت بدهی. خب نسبت بدهی رو ما اینجا داریم، ببینید من بر اساس نسبت بدهی متفقا صورت میکنم و
و از بالا سرخ می کنم، ملازم می فهمید که ما شرکت هایی داریم که از هم نسبت بدهی حجم بدهیشون خیلی بالا هست، مثل تهران داریم که KBC داریم پروسس زهرابی و این دو شرکت ها. خب اگر این شرکت ها همزمان از سودآوری مناسبی هم برخوردار باشن و به طور مشخص ورودی کش فلوی خوبی هم داشته باشن، در شرایط تورمی فعلی این نسبت ها میتونن در واقع مناسب باشن. منتها دقت بفرمایید که مشکل دیگری که اینجا وجود داره در شرکت های دارویی که ما کشف کردیم این بود که مقدار در واقع اسناد دریافتنی شرکت خیلی بالا، این شرکت ها خیلی بالا هست، اون رو هم باید تحت عنوان به یک نحوی باید مربوط بدیم به بدهی. جلسه گذاشتم خدمتتون عرض کردم، حالا الان من نسبتی برای اسناد دریافتنی اینجا نمیبینم، ولی خب خودمون میتونیم فایل اکسل رو دانلود کنیم و اون نسبت جدید رو خودمون بسازیم و مقایسه کنیم. همین مقایسه های ساده، همین اکسل بازی ها، همین دیتا ماینینگ ها، همین دیتا کلیرینگ، دیتا کلینینگ، این ها هست که در نهایت افراد میتونن تصمیمات بسیار بسیار دقیق تری رو بگیرن. من توصیه اکید دارم خدمت شما دوستان عزیز، اون دوستانی که فعالیت در ما تحلیل تکنیکال انجام میدن، بدون تحلیل تکنیکال فقط علاقی اهمی که بی ارزش باشه، ولی شما وقتی که به یک گراف نگاه میکنید میتونید در بیابید که چگونه ممکن است بازار روی یک تصمیم به تفاهم برسه. یعنی مثلا میگه روند بازار سعودیه، حالا فرض بکنید که الان به کف کانال رسیده و مجددن سعودی خواهد بود، برای تحلیل تکنیکال بیش از 5 دقیقه تا 10 دقیقه وقت نگذارید، برای تحلیل فاندامنتال روی هر صنعت چند ساعت باید شما وقت بگذارید، این نسبت ها رو یکی مقایسه کنید با هم دیگه تا برسید به اینکه اصلا وضعیت کنید صنعت چگونه هست و در صنعت وضعیت شرکت های خاص به خصوص شرکت هایی که الان مثلا دارن تبدیل میشن چگونه هست. مثلا شرکت زهرابی تبدیل شده در از سوی خیلی افراد، شرکت دفارا تبدیل شده در از سوی خیلی افراد، یک سال پیش به شدت روی شرکت عدیدی فعالیت تبلیغاتی صورت گرفت، داروی کوسان اخیراً مورد توجه جدی بازار قرار گرفت. خب به این طریق شما میتونید در واقع برخی از این شرکت ها رو جدا کنید و بعد روی اون شرکت ها تمرکز بیشتری داشته باشید. چون من تعهد کردم و قول دادم که از این بعد کلاس ها رو زودتر تمام کنم، چون دوستان خیلی اصلا کار میرن و به خاطر حسن زنی که دارن کلاس رو ترک نمی کنم وقتی ما به پرسش و پاسخ می پردازیم، من برنامه این هست که دیگه بعد از ساعت 11 دیگه ادامه ندهم، ولی اینجور چون چند دقیقه دیر شروع کردیم الان تقریبا وقت کلاس تموم شده، من فقط خدمت شما به سوالات پاسخ می دهم و کلاس جلسه امروز رو خاتمه می دهم. جلسه آینده به صورت بیشتر انشاءالله جلسه اگر سوالی باشه در شما استاد. ببخشید میخواستم یادآوری کنم برای همون اکسل شرکت کلور یه شیتی من تهیه کردم که در حقیقت قیمت ها برای حسب تورم تعدیل بشه. من عرض کردم اولم چند بار محاسبه کردم ولی چون دیدم که درست از آب در نمیاد دیگه همه رو کلیر کردم که شما در حقیقت سر یه وقت مناسب یاد بدید به ما که چجوری قیمت ها رو تعدیل کنیم برای حسب تورم. ممنونم. نوشتم که استاد خروجی اکسل رو از رقابت چطور گرفتید؟ دوستان عزیز من یک بار دیگه برمیگردم خدمت شما نشون میدم چون این سوال خیلی مهمی هست. فقط بفرمایید دوباره سفر رو من به اشتراک میگذارم. برمیگردم روی نرم افزار رقابت. الان دیدید که من روی نسبت های مالی صنعت ببینید از اینجا صنعت رو انتخاب کردم. ببینید من بالای صفحه سمت چپ رو الان دارم تاکید روش میکنم، یک صنعت خاص رو ببینید روش کلیک کردم، رو صنعت و طبقه در صنعت و طبقه داروی رو صنعت داروی رو انتخاب کردیم. حالا انتخاب شده در فهمید بعد میام چیکار میکنم؟
برای یک روز خاص، برای یک تاریخ خاص اومدم چیکار کردم؟ اومدم تاریخ رو انتخاب کردم، بعد اینجا اجرا کردم یک گزارش رو انجام دادم. سوال این است که این گزارش رو چگونه در فایل اکسل ما میتونیم به دست بیاریم؟ دوستان از این دقت کنید، بالای بالای بالا یک علامت فلاپی دیسک است کنار در واقع آیکون نرم افزار و مقاله. ببینید بالای بالا سمت چپ آیکون در واقع آیکون شو می‌بینید، اینجا آیکون در واقع سیف هست، آیکون سیف رو که می‌زنید میگه با اون به چه عنوان سیف کنید. من اسم این رو می‌ذارم گزارش نسبت های من اسم این رو می‌ذارم گزارش گزارش نسبت ها برای دارو، گزارش نسبت های مالی برای دارو. به همین راحتی بودید اصلا لازم نیست اینم تغییر بدید. اگر تغییر بدید به صورت XML در اسپریدشیت ذخیره میکنه که هر وقت شما در روش کلیک کنید در فایل اکسل بر شما بالا میاره. خب من اینو سیو کردم، حالا میرم وارد فولدر دانلود میشم، ببینم روش گزارش نسبت های دارو، گزارش نسبت های دارو روش کلیک بکنید، حالا همون نسبت ها در فایل اکسل باز میشه و من امکان میده که روی این تحقیقات خیلی بیشتری انجام بدهم. بسیار این سوال خیلی خوبی بود، ممنونم که وقتی نقطات ابهام اینجوری هست و حتما هم رو وقت مطرح بکنیم که ما دوباره توضیح بدیم و همون زمان دیگه یاد بگیریم برای همه در جا بیفته مطلب. استاد، آیا افزایش سرمایه از محل تجدید باعث کاهش سود خالص می شود؟ آقای شریفی، بله در آینده چون وقتی شما خرید ارزیابی انجام بدید در واقع اسمت استفاق افزایش بده در وضعیت داخلی شرکت تغییر رو وجود نمیده، ولی سودی که سهامدار دریافت می کرده حالا به دلیل شناسایی استعداد کاهش خواهد یافت. اینکه شما تخیل یعنی الان در بازار تخیلی شکل گرفته که با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها قیمت سهام بالا خواهد رفت، واقعا به این دلایل قیمت سهام بالا نمیره. دلیل اصلی قیمت سهام بالا رفته مهاجرت نفتی است. آقای تماسی سوال کردن، من البته اول سوال رو نمیتونم کنم، اما وضعیت درآمد انسانشون خوب نیست مثل اکثر کالجیها. در نتیجه همونی تو بندی که شما ما متوجه نشدم شرکت می فرمایید در این چند ماه وضعیت خوبی داشتن، تگیشون تگی انرژیشون کوچک است، تگی آینده انرژی همیشه سابجکتیو است، یعنی بستگی به نظر شخصی شما داره و یک مقداری باید محتاط باشید در این زمینه که چه نرخ رشدی رو شما در نظر بگیرید. حالا گفتم بعضی ها از فکر برده میکنم این وضعیت درآمد انسانشون خوب نیست. خب این سرمایه گذاری نمی کنید، وقتی شروع کرد به رشد کردن ما سرمایه گذاری می کنید، خیلی مشخص به بحثی که، ولی تا وقتی رشد نکرده سرمایه گذاری نه. وقتی فرایند دوباره رفت به سمت رشد، به نظر من از این ماه خاطر رفت به سمت رشد، اولین دیتا ها که بیرون اومد مثلا نتایج فصل خرداد، به وقتی ماه خرداد یا ماه تیر، اگر دیدید همون شرکت هایی که مد نظر شما بوده حالا به روند روش به خودشون باز گشت، ما میتونید سرمایه گذاری کنید. البته اگر از مرکز ارزیابی زمین باشه استخدام کنید، بله زمین استعداد نداره، درست میفهم های جاده. من به یکی دو سوال میده پاسخ میدم از خدمتتون مرخص میشم و امیدوارم که هرچه سریعتر همه ما در این دوره تلاش کنیم که قدرت تحلیل خودمون رو بالا ببریم. دیگه اینکه شما تمرین کنید، تمرین با خودتون است،
این نرم افزار رو گرهاورد نوین رو در اختیار قرار گرفته این عنوان ارزشمند است. نشه سود در بازار رکودی پایین میاد؟ نه آقای محمدزاده هیچ دلیل نداره نشه سود در بازار رکودی پایین بیاد. بستگی به این داره که آیا این حاشیه سود بستگی به ساختار بازار داره که آیا بازار انحصاری چه انحصاری است. در بازار رکودی هم انحصارگر سود خودشون میبره. مثلا شرکتی مثل اینا خود رو سر کار نگاه کنید، در هر بازار اینا بالاخره یک بازی می کنند و کار خودشون رو پیش می دارند. آن این صنعتی گفتن استاد امکان داره من سوال شفایی بله ولی آخه بخش من ندیدم فهم. سلام استاد، وقتتون بخیر باشه. استاد من سوالم در رابطه با یه بله بله من صدای شما رو دارم، شما صدای من رو دارید؟ من صداتون رو دارم، نمیدونم حالا شما صدای من رو دارید استاد؟ بله استاد من در ارتباط با مسئله‌ای که آقای جلالی جلسه پیش مطرح کردن سوال دارم. آقای جلالی عنوان کردن که شرکت هایی که وام میگیرن، وام ارزی میگیرن به مشکل برخوردن که این وام رو باید با یه قبلا مثلا اگه با 4000 تومان میومدن و باز پرداخت میکردن، الان گفتن که بانک ها قبول نمی کنن و باید این رو با نرخ حالا 20000 تومان حالا یا نرخ نیمایی بیان و تسعیرش بکنن. سوال من این هستش که وقتی یه شرکتی میاد وام میگیره، حالا اونجوری که من متوجه شدم از وام به این صورت هستش که میاد با بانک قرارداد میبنده و اون نرخی که قرار باز پرداخت بشن توی این قرارداد هست، توی حالا مدارک حسابداری وقتی میخواد این وام وارد بشه تو قسمت دارایی موجودی نقد وارد میشه، توی قسمت بدهی همین بدهی وارد میشه. خب این موجودی نقد رو اون شرکت میاد و به مرور زمان میاد تبدیل به یه سری دارایی های کالا میکنه یا تجهیزات میخره. وقتی خب زمان میگذره این داراییه که تسعیر میشه نه بدهی. من واقعا این رو متوجه نشدم که چرا آقای جلالی عنوان کردن که بدهی تغییر میکنه، بدهی باید تسعیر بشه. من واقعا این رو توی حالا حساب‌هایی که حالا حساب یعنی لحاظ حسابداری من واقعا این رو متوجه نمیشم که چرا بانک‌ها وقتی میان قرارداد می‌بندن این قراردادشون رو میگن که باید با یه نرخ دیگه باشه. ممنون استاد. خب در فهمیدی نکرد این پسون رو زمان تو که بردید نه ببینید دارایی به صورت قیمت ریالی دارایی حساب شده در صورت مالی میشینید. این نقطه اول هست دارایی. بالاخره ما میدونیم که الان قیمت ارز 20000 تومان شده، 5 سال پیش قیمت ارز 3 تومان بوده. کل اون دارایی ها الان چند برابر میتونه قیمت رو در نظر بگیرید هست، ولی در حساب داریم و نمیدونیم به داروی ها چند برابر کنیم، اما یک جا چند برابر خواهد شد. بدهی ارزی به ریال نبوده هستن و ارز بوده. الان که قیمت ارز بالا رفته خب باز شرکت باید دلار خریداری کنه که بتونه بدهی ارزیش رو پرداخت کنه. اینجا هست که بالاخره به یک چیزی میرسیم. حالا شرکت همینطور که قومنت برداشت کنه نداشتن که بدهی ارزی من ممکنه یه دفعه قیمت ارز از 3 تومن بشه 20 تومن. پس بنابراین بنده مثلا این شرکت توانایی مالی نداره که این بدهی رو بپردازه. خب از این به عنوان اهرم فشاری استفاده میکنه برای اینکه فان هم یعنی آقای ابتزاختن نوشتن برای اینکه بدهی ارزی خودش رو تبدیل به ریالی کنه. این هم یک نوع نکول هست در واقع. شرکت داره نفوذ میکنه. از این طرف هم شما به درستی خانم صندوقی فرمودید این شرکت ها زمانی که بدهی ارزی رو دریافت کردن خیلی اوقات این شرکت ها رفتن با این بدهی ارزی
در واقع رفتن ماشینالات خریدن، تجهیزات خریدن و سود خیلی بالایی بردن الان در شرایط تورمی فعلی. ولی خب این رو مد نظر قرار نمیدن و مثلا اقوال میکنم که فروش ما به ریال هست و حالا با اینکه ارزش روز ماشینالات ما بالا رفته ولی ما فروشمون تغییر چندانی نکرده و هر حال این محلی میشه برای توجیه نکول متاسفانه. راهکارش هم این هست که از اول شناور باشه و ابزارهای مدیریت ریسک در اختیار بازار قرار بگیره. خب دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم از تحمل و مشارکتی که امروز در کلاس داشتید. امیدوارم که این دوره جدید برای شما مبارک باشه و ما بتوانیم به اهدافمون که عرض کردم هدف این هست که شما بتوانید تحقیق های خیلی دقیق تر انجام بدید. هدف این هست که ما خیلی بیشتر پرسش و پاسخ داشته باشیم. هدف این هست که از تجربیات همدیگه استفاده کنیم. هدف این هست که این تجربیات رو ما در واقع تکرار کنیم در جهت اینکه در نهایت در ذهن بنشیند. کسی در بازار سرمایه برنده هست که اصول بازی رو خوب بداند. این که اصول بازی رو خوب بداند نیاز به یک کلاس اینطوری داره که ما ساعت‌ها وقت بگذرانیم در کنار هم دیگه. عمیقاً به شما توصیه می‌کنم که در گروه تلگرامی فعالیت جدی داشته باشید، با هم دیگه بحث کنید، هم دیگه رو نقد کنید، اونها نقد محترمانه که همه با هم دیگه بیاموزیم. امید خدا خب همه شما رو تا جلسه دیگر به خدای بزرگ می‌سپارم.